دوستان عزیز، با سلام. امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید. اوقات بهتری در انتظارتون باشه. امروز دوشنبه است، 19 آذر ماه سال 1397 و برابر است با 10 دسامبر 2018 میلادی. امروز ساعت 4:45 با آقای پرویز مینویی خواهیم بود از تگزاس، ولی ساعت 3:30 به وقت واشنگتن، به وقت شرق آمریکا، با دکتر شهرام ایران بومی خواهیم بود که امروز برنامه‌ای داشتن در شهر ویسبادن، و وقتی با ایشون سلام و احوال پرسی کردم گفتن که شما درباره زیر پا گذاشتن حقوق بشر توسط دادگاه‌های اروپا و پلیس اروپا برنامه داشتی؟ گفتم والا داشتیم، و این فقط مختص به اروپا نیست، همه جای دنیا، کشور عزیزمون که از همش دیگه جلوتر، هم دادگاهاش دادگاه نیست، بی دادگاه، هم پلیسش یه مش چماق به دستی میشن پلیس، و وقتی که رهبرای مملکت دیکتاتور باشن چیزی به غیر از خشونت به پلیس یاد نمیدن، پلیس هم فکر میکنه که ارباب مردمه و الی آخر. در اصل ساعت 3:30 با ایشون صحبت خواهیم داشت. اگر پرسشی یا نظری دارید در قسمت فیسبوک بنویسید، از ایشون میپرسم. و یک خانمی یادم نیست نرگس اسمش بود یا مرجان، به نظر میرسه که از ایران بود، بانوی جوانی، تماس گرفت که آقای سوربی اگه میشه من با اسکایپ باهاتون صحبت کنم. گفتم والا من تو استودیو دارم کار میکنم، اینجا هم ما نمیتونیم حرف بزنیم. بعدم دوستان، این اون موقع که فیسبوک میومدین میگفتین اسکایپ، برای که فیسبوک برنامه چت و صدا و اینها نداشت. الان که همه اینها برای که از همدیگه سرویس ها رو بدزدن، همه این امکانات رو گذاشتن، دیگه وقتی یه جا آمدید از همونجا تماس بگیرید. ضمناً این بک‌گراند مشکی مثل که خیلی خوبه. البته یادتونه چارلی روز همیشه بک‌گراندش مشکی بود و با مکافات از به اصطلاح تلویزیون اخراج شد و بیچاره در سن 70 چند سالگی نه زنی نه بچه‌ای نه خانواده‌ای. خب خیلی راجع به این دوستی که از ایران زنگ زد، گفت که زنگ نزد، روی فیسبوک گفت که شما از آقای روح الله زم خبر دارید. حالا چون میبینم آقای کوروش زرابی هم اینجا هست، هم بهش سلام میکنم، هم ایشون خیلی در به اصطلاح خبرها هست دیگه، مرکز خبرهاست در آلمان، و ما اینجا این ور کره زمین، این ور هفت دریا افتادیم، خیلی به ما خبر نمیرسه، ولی آقای زرابی در آلمان هست، خبرها اونجا بیشتر و زودتر میرسه. این خانم سوال میکرد که آیا روح الله زم در دستگیر شده؟ شنیدم چنین و چنان، حالا ما چنین و چنانشو نمیگیم. من براشون نوشتم در بیخبری ای دوست، 100 مرحله من پیشم، شما بیخبر از زمزم، من بیخبر از خیشم. ایشون گفت شاعرم هستی؟ گفتم نه شاعر نیستم. شما وقتی نصفی از عمرت رو توی شیراز به اصطلاح مدرسه رفته باشی، با فامیل، با دوستان، با کاسبای اون شهر در تماس بوده باشی، خود به خود شاعر میشی، و این شعر مال من نیست، این شعر رو من شنیدم. در اصل اگر کسی خبری داره، بعد به ایشون گفتم که بذاری یه چیزی من به شما خصوصی بگم، حالا به شما هم خصوصی میگم، به کسی نگینا، بین من و شما. بعضی وقتا وقتی بازار این دوستان کمی کساد میشه، خودشون یه خبری میسازن. شما وقتی میرید لوبیا و برنج و نوشابه و کالباس بخری، اونجا که وایسادی حالا میخوای به این صندوق پولتو بدی، میبینی نوشته مثلا یه هنرپیشه مرد مثلا از ماشین افتاد، آیا مرد؟ بعد که میخونی میگن که یکی به یکی گفت اینجوری، ما مطمئن نیستیم، فقط میخواد شما اون روزنامه رو مجله رو بخری و میخواد یه مقداری بازار خبرها رو داغ کنه. البته شب اونها که شب هستن به خیر،
الان شنیدم همه میگن وقت بخیر. وقتی میگی وقت بخیر، این وقتی که میگفتن حکومت به اصطلاح یعنی دنیا میشه مثل یک دهکده‌ای، الان شده دیگه. ببینید ایرانی ها همه جای دنیا هستن، از روسیه یه نفر تماس میگیره، بعدم دیدم یه چلو کبابی هست با ماشین ارتشی رفته تو روسیه چلو کبابی درست کرده، از یونان و نمیدونم ترکیه و کره جنوبی و کره شمالی نه، ولی ژاپن هم داشتیم، یه دوستی به نام محسن و بعدم ازش بیخبریم متاسفانه. خب نمیشه هم هر روز با همه در تماس باشیم، اینا یه دوری داره، مثلا طرف بیکار شده، بین این کار تا اون کار با تلویزیونای ایرانی آشنا میشه، تماس میگیره، شور و هیجان. و یادمه یک آقایی از اسم شهرام بود اگه اشتباه نکنم، از کره جنوبی تماس میگیره و میگه آقا خیلی از این ایرانی ها تفاوت کره شمالی و کره جنوبی رو نمیدونن و لطفاً شما بیشتر بگین. گفتم خب من که نبودم عزیز برادر، شما که هستی بگو. امروز هم یه آقای تماس گرفت و خیلی جالبه، من اصلا واقعاً تعجب میکنم توی ایران آیا همه نوشتنشون و صحبت کردنشون و اینا اینجوری شده. اولاً که همه به نظر میرسه که یه چیزی رو میخوان پنهان کنن، نمیخوان همون موقع به قول این چیزا میگن وابده، شمالی ها میگن وابده، یعنی بابا دیگه ولمون کن، حالا هرچیه نجات بده. یه دوستی به نام جعفر نوشته مدیر محترم تلویزیون مردم سلام، به تازگی با شما و تلاش فرهنگی شما آشنا شدم، متاسفانه به دلیل فیلتر بودن برنامه های شما و کم بودن زمان من امکان بررسی تمام کارهایتان برایم فراهم نبود. دوستی شما را معرفی کرد و خوشحالم که با شما آشنا شدم. فعالیت من نیز فرهنگی هنری است و در صورتی که تمایل داشته باشید چند موضوع کاری دارم، اگر تمایل داشتید بیشتر صحبت کنیم. شماره تلفن من در ایران این است، واتساپ و نمیدونم چی چیه، من هم ومن و من هم این است. آقا جعفر، ما برش نوشتیم که دوست عزیز، اینجا همه میتونن برنامه داشته باشن، از اون دوستتونم ممنونیم که باعث آشنایی ما با شما شد. ولی برای من یه چیزی جالبه، این آخوندا خودشون فیلتر شکن دارن، خودشون حسابای توییتر و حسابای فیسبوک و همه چیز دارن، همه چی هم مینویسن، همه کاری هم انجام میدن، مشکل اینترنت ندارن، ولی آمدن برای مردم ایران مشکل اینترنت را انداختن، به صورت فیلترینگ، به صورت سرعت اینترنت رو کم کردن و اینها. ولی دوست عزیز، شما که میخوای کار هنری بکنی، شما که میخوای با یه تلویزیون خارج از ایران تماس بگیری، اولین قدم اینه که یه فیلتر شکن بگیری، بعد یه از این استیک، اینجا بهش میگن یه چیزای اینجوری هست مثل همین مموری استیک اینجوری، بعضی هاشون یکم پنتره، من وقتی میرم یه جایی که میخوام فیلم برداری کنم اونجا میگه که اینو بهت میدیم که قوی تر باشه، یه چیزی یکم پنتر از اینه، تقریبا مثل حالا دیگه هرچ، یه چیز یکم این بزرگتر از این. خلاصه شما نمیدونم VPN بهش میگن چی میگن. حالا چرا اینو میگن؟ آقای ارشاد یه برنامه ای رو فرستاده و من روی بالاترین، روی توییتر، روی فیسبوک، روی مردم ریپورت.com و روی فیسبوک مردم تیوی هم گذاشتم، ایشون با یک خانمی که روشندل، افرادی که نابینا هستن تو ایران بهشون میگن روشندل، که من فکر کنم ایشون هم روشندله، هم روشن فکره، هم روشن مغزه، هر چی که بگی، چقدر اطلاعات داره، باهاش صحبت میکنه. حتما شما رو به دیدن این ویدیو به اصطلاح دعوت میکنم یا توصیه میکنم این ویدیو رو ببینید یا تماشا کنید و ببینید که این خانم با وجودی که این به اصطلاح نمیتونه ببینه، ولی تمام کامپیوترش میگه من با ستلایت و کامپیوتر و اینا همه برنامه های آمریکا و کشورهای دیگهی که تلویزیون ایرانی دارن اروپا رو میبینم و خیلی هم قشنگ صحبت میکرد. حالا این فیلم رو من سعی میکنم این رو هم به صورت هدیه من به آقای حسن ارشاد و اون دوستمون اضافه بر
برنامه معمولی که آقای حسن ارشاد اینجا هر روز برنامه داره، این را هم براتون پخش میکنم. یعنی میشه یک برنامه از من، یکی از آقای مینویی، یکی از آوا، یکی از آقای حسن ارشاد. آقای لادن چون نبودن هفته گذشته، جمعه گذشته، برنامه نخواهیم داشت تا این جمعه، امیدوارم با ما باشن. و ما تو تلویزیون مردم خیلی نقلی، من همیشه گفتم شما اگر تو کار آموزش پرورش بودین، میگفتن مدارس دولتی، که اونم متاسفانه اشتباه بود، اون باید مدارس ملی بهش میگفتن، اون یکی میگفتن مدارس خصوصی. خلاصه مدرسه های عمومی شلوغ بود، میگفتن مدرسه خصوصی خلوتتر، معلم بیشتر به دانش آموز میرسه. از اون یک درجه بهتر کلاس خصوصی بود که پدر و مادر بچه پول میدادن، یا بعض وقتا دو تا خانواده با هم شریک میشدن، دو تا بچهشون رو میذاشتن که معلم که میاد فقط به این دوتا وقت بذاره. پس ما به شلوغ بودنمون خیلی افتخار نمیکنیم، چون هر چی شلوغ تر باشه، این خدا عمه پیر من رو بیامرزه، خانم شرافت میگفت که اینایی که هی بچه پس میندازن فکر تربیتش نیستن. و خودش هم یه بچه بیشتر نداشت، یه پسر داشت، رفته بود یه دخترم از اون عمم که خیلی دختر و پسر داشت آورده بود و جنسش رو جور کرده بود، یه دختر یه پسر. حالا این تماشاچی داشتن و طرفدار داشتن اینها، من الان دیگه تو هر جا شما نگاه میکنید اتوماتیک پیام گذاشتم که ما بیش از 20 هزار تا این ور اون ور، تو این سوراخ تو اون سوراخ دوست، که بیشترش هم دشمنه، به خاطری که مخالفه آمده و چون مخالفه یه مقدارم رفته تو درجه نادانی شده دشمن. خب هی این می نیسته اون می نیسته، من بخوام اینو جواب بدم اونو جواب بدم، توییتر جواب بدم فلان بدم اونجا، دیوونه میشم، ببخشید دیوونه تر میشم، چون دیوونه که هستم، اگه دیوونه نبودم که نمیمدم 20 سال بشینم اینجا و ما هنوز مشکل تلفن زدن، پیغام گذاشتن، نامه نوشتن. حالا گوش کنید، بعد از این که برای این دوستمون نوشتم خب بله من آقا اینجا میتونید برنامه داشته باشید، ایشون با دوباره نوشته که اجازه بدید براتون بیارم بخونم. ببینید وقت زیاد دارین، وقت رو تلف میکنید. متشکر از پیام شما. فعالیت من در قالب پخش برنامه و از طریق اینترنت نیست، بلکه فعالیت مورد نظر من موارد دیگری است. خب آقا بگو که در اولین فرصت تقدیم میکنم. باز هم سپاس از پاسخ و همراهی شما. من با شما همراه نیستم عزیز من، پاسخم وظیفمه. گفتم تا روزی که بتونم پاسخ میدم، 2 ساعت 3 ساعت ماکسیموم نصف روز، اگه بیشتر از این شد اتوماتیک میاد رو ایمیل که اینجا هم نمیتونیم جواب بدیم و اگه پیام مخصوصی هست یا اضطراری هست، ارجنت هست، بیاین رو تلفن. اگر اونم زیاد شد اون موقع میگیم ما نمیتونیم جواب بدیم مگر اونایی که پول بدن، که یه کسی رو استخدام کنیم پولیاش رو به ما بگه به اینا تماس بگیم. در صورت همه این کارا راه داره. صحبت از پول شد، دوستان میگن آقا این کلمه حمایت رو هی یاداوری کن به ما، تا نگریت طفل کی نوشد لبن. میگه بچه اگه گریه نکنه مادر بچه یادش میره. ما هم از امروز این دستمالا رو میگیریم دستمون، گریه زاری، و شما حمایت کنید. دوم شیر کنید این برنامه ای که شما دارید تماشا میکنی. اگر اینقدر بده که خجالت میکشی تماشا نکن، مثل اعتیاده. اگر بد نیست خب چه مرضی داری با دوستانت شیر نمی کنی؟ با دوستانتون شیر کنید تا اونا هم بیان ببینن نظرات شما چیه. اگه مخالف من هستید خیلی قشنگ بنویسید که ملت نگاه کنید این مرده که نمیدونم نادان چه مزخرفاتی میگه. یا اگر فرزندان کوروش هستین و هیچ وقت به هیچ کس توهین نمی کنید، بگید ملت نگاه کنید این آقا نظرش اینه، من 100% باهاش مخالفم. اگرم موافقی که خب میشیم دوتا، به مردم نشون بده که یه نفرم مثل خودت هست که طرز فکرش مثل شما باشه.
و اما مینوی رو گفتم، دکتر شهرام ایران بومی از آلمان رو گفتم، تبریک یادم رفت اینجا بزرگ نوشتم تبریک به طرفداران ترامپ. ترامپ اولین رئیس جمهوری در تاریخ آمریکا خواهد بود که بلافاصله بعد از کاخ سفید به زندان سیاه خواهد رفت. بهتون تبریک میگم. البته یکی دیگه هم بوده که حتی گویا اندایت هم شده، یعنی محکوم هم شده، ولی ماسمالیش کردن رفته. همین اینم میگن اگر دور دوم برنده بشه، اون وقت چون اون 4 سال دیگه هم این مصونیت داره، نمیتونن بگیرن بندازنش تو زندان، بعدی که سال 2024 میاد بیرون دیگه. این سعید یه در برای من گفت که استچو آف لیمیتیشن چی میشه، اون مدتی که جرم میشه بری پیگیری کنی. بعد از مثلا شما یکی پولتون خورده باشه، اگه 2 سال بگذره تو فیرفکس دیگه نمیتونی بری. کردیت کارت اگه اعتراضی داشته باشی 60 روز که بگذره میگه دیگه نمیتونی اعتراض کنی. یعنی برای چون اگه اینجوری باشه یه نفر میاد میگه آقا یادتون وقتا بچه بودیم رفتیم 1 قرون دادیم خیارشو، حالا شما من بدهکار. میگه آقا من اصلا تو رو نمیشناسم. اینه که برای هر چیزی یه statute of limitation، یعنی یک محدودیت زمانی گذاشتن. چند تا از جرائم از جمله قتل، این هیچ وقت statute of limitationش تموم نمیشه. اگه یه نفر زده باش کشته باشه، از این کشور بره این ور اون ور، بعد از 60 سال پیداش کنن باید بیاد دادگاه و بره زندان و اینها. دارن تجاوز رو هم مثل این قتل چیز میکنن. آقای سیروس کاهن، شما که به همراه کازینت رفتید به پسرها تجاوز کردید، مواظب باشید. شانس آوردید تو ایران تجاوز کردید. دوستان اگه کسی این آقای سیروس کاهن رو میشناسه، که ایمیلش رو من بهتون اون روز نشون دادم، بازم بهتون نشون میدم، اون روز حدود 15-16 تا ایمیل، آدرس، تلفن، سن، سال اینا اومد، ولی میخواد بیشتر بشناسیم و این آقا رو قشنگ بگیم که دوستان ایرانی مواظب باشید. چون اینایی که از بچگی کسی که با کازینش، حالا میشه یا پسر عموش یا پسر داییش یا پسر عمش، متاسفانه توی ایران، توی آمریکا به همه اینا میگن کازین، و خودش نوشته، من نوشتش رو دارم، که با کازینش رفتن با یک پسری اینها بهش تجاوز کردن و نوشته اون تنها نبوده، خیلی ها بودن. حالا اگه کسی آقای سیروس کوهن COHEN رو میشناسه تماس بگیره و بیشتر به ما اطلاعات بده. اینم از این ماجرا. و اما تبریک میگم باز به طرفداران ترامپ، که ترامپ اگر در مدیریت شماره 1 نشد، اگر در اقتصاد شماره 1 نشد، اگر در اتحاد برای آمریکا شماره 1 نشد، شماره 1 میشه برای رفتن به زندان. از جمعه گذشته خیلی اوضاع خرابه و این مرد جنرالی که 40 سال توی ارتش بود و همه فکر میکردن این جان کلی اگه بیاد مثل بیبی سیتر مواظبه اینه، اینم داره میره، رفت سراغ یه جوانی گفت تو بیا، گفت توبه، گفت خب تو که داشتی لابی میکردی برای دیگران، گفت من دنبال یکی میگشتم که بیاد این شغل رو بگیره که به من نگی. اینو داشته باشید. از اون ورم اون خانم اینجا، اونم تقریبا مثل وزیره، چون توی هیئت دولت حضور پیدا میکنه و به اونم میگن سکرتری. اینا فقط مدیر نیستن یا رئیس یه جایی نیستن، مثل وزیره. یعنی درسته که مثل سفیر فرستاده میشه به UN، ولی مثل وزیر در هیئت دولت میشینه شرکت میکنه. بله خیلی ممنون، میخواستم امتحانت کنم ببینم اینجا هستی یا نیستی. سعی نوشته در فارسی statute of limitation میشه قانون مرور زمان. بله، یعنی مرور زمان شامل یه چیزی میشه دیگه، شما باید ببخشیش. اگه به خدا اعتقاد داری باید واگذار کنی به خدا.
و ضرب المثل های بسیار خوبی هم در این باره هست. میگن مثلا به رودخانه گفتن چرا این جوری تمیزی، گفت من برای که گذشتم. ولی به مرداب گفتن چرا اینقدر کثیفی، گفت برای که همین جوری وایستادم، کینه به دل گرفتم، هم بوی گند گرفتم، هم آشغال و اینها. بمانه داشتیم چی میگفتیم؟ بله، این ماجرای ترامپ و رفتن زندان. از اون بدتر شرایط دامادشه و این داماده من نمیدونم چه پدر سوخته‌ایه، چه شارلاتانیه که دیگه آمده شدش داماد اون شارلاتان. این 37 سالشه با اون نادان مال عربستان سعودی که 33 سالشه با هم دوستن. حالا دوستیشون از کجا شروع شده؟ از پول قرض کردن و پول دادن به هم دیگه سر این معاملات نمیدونم ساختمون 666 و اینا، که امیدوارم به زودی این ماجراها رو این میلر و به سوم ژانویه دموکرات ها که میان سر کار دیگه هی فسفس نکنن، فوری برن سراغ تکس فرم ترامپ، فوری برن سراغ ایمپیچمنت، فوری برن سراغ ایندایمنت و ببینیم مردم آمریکا یک روز و روزگار خوبی در انتظارشون هست یا نه. شعری هست میگه دلم از این خرابی ها بود خوش، خرابی تا بدانجا کاباد میگردد. و سددی نایت لایف که یه برنامه‌ای که فکر کنم یه 40 سالی هست تو آمریکا اجرا میکنن، اگر شما مال شنبه گذشته رو نگاه کنید، شنبه دو روز پیش، یک برنامه‌ای که این هنرپیشه معروف رابرت دنرو خیلی با ترامپ بدن، اصلا این به او گفت فلان یو، اون میخواست نمیدونم این کتک بزنه و اینها، یک برنامه رو پر کردن خیلی قشنگه. میاد به خواب پسر ترامپ و اصلا پسر ترامپ که فکر میکنه این تو کمدشون قایم شده و برادرش میگه نه آقا این تو کمد نیست، این صداهایی که میشنفی به خاطر اینکه این پدر ما مصالح بد استفاده کرده برای این ساختمونا صدا میاد. درو که باز کنن آقای رابرت دنیرو میاد بیرون، بعد پسره میگه که به من میگن که تو ادای مستر میولر رو در میاره، یعنی نقش اونو باز میکنه، میگه که به من گفتن که تو اگه اون یه تیکر رو لینکش رو پیدا کنید روی فیسبوک بذارید ممنون میشم، نه اون نوشتش رو، فقط اون قسمتی که این دوتا عقب افتاده بچه های ترامپ و رابرت دنیرو هستن و میگه که به من گفتن که تو بدترین چیزی بودی که اتفاق افتاده در زندگی پدرم. رابرت دنیرو میگه نه عزیز من، نه پسر خوب، بدترین چیزی که برای ترامپ اتفاق افتاد این بود که انتخاب شد به رئیس جمهوری آمریکا. برای خودش دزدیاشو کرده بود، خانم بازیاش کرده بود، تجاوزاشو کرده بود، پولا رو خورده بود، حق کشیاری کرده بود، داشت میگشت. الان در 72 سالگی آمده خودش رو واقعا انگار زندان. شما فکر نکنید دوستان، شما حاضرید هر جا میخواین برین، یکی اوکی individual one رفت توالت، individual one اومد فلان، دیگه الان بهش نمیگن ترامپ، میگن individual one. یه عکسی هم دارم نشونتون میدم که دیگه ننوشته ترامپ تاور، نوشته individual one. بعد از این 40 صفحه‌ای که جمعه آمد بیرون و گند اینا رو بیشتر بالا آورد که به دستور این اون وکیلش این کارا رو انجام میداده و واقعا بدترین اتفاق برای ترامپ همین بود. یادتونه تو ایرانی میگو یه بار پریدی ملخی، دو بار پریدی ملخی، آخر به سیخی ملخی، یه چیز اینجوری، و اینم هم همین بوده. بعد یه آقایی که در ماجرای نیکسون دوتا جوونی که اون موقع مقاله نوشتن و رفتن کاری کردن که خیلی ممنون، این دوستمون آقای سعید عزیز از کالیفرنیا اینو گذاشت، نگاه کنید و بخندید، اگه انگلیسی هم بلد نیستید باز اون حرکاتشون متوجه میشه. خلاصه اون آقا آمده بود و میگفت که ببینید ترامپ تا حالا با یه مش کارگر، با یه مش ساختمون بساز، با یه مش آدم قمارباز، قمارخونه، با اینا کار میکرده و فکر کرده که دولت هم اینجوریه. نمیدونه که دولت با وجودی که همه ما مسخرش میکنیم، میگیم دولت خوب کار نمیکنه، اصلا میدونید میگن شما صحرا رو
صحرا رو بده دست دولت، بگو مدیریت این صحرا با شما. دولت شن کم میاره، یعنی اینقدر تلفات داره، اینقدر خرابکاری میکنه، ولی آخرش یه جایی آقا یقه آلکاپون رو همین دولت گرفته، یقه نیکسون رو همین دولت گرفته. آخه مردک، تو که نخست وزیرت، تو که رئیس به اصطلاح وزیر امور خارجه، اون آقای تلرسون هی چپ و راست بهت گفته این کاری که میکنی غیر قانونیه، نکن نکن، انقدر کردی تا رفت، حالا هم داره میاد میگه من به این میگفتم این کارا غیر قانونیه، نکن. این هم میگه نه این احمق بود، این هیچ کاری نمیکرد. نه که خودش خیلی کار میکنه، از صبح بلند میشه میره رو سنگ مسترا میتمرگه، با توییت شروع میکنه، بعد تا 11 صبح داره موهاشو هی از این ور نخ بکش بچرخون، سنجاق بزن، از این ور تافت بزن. آقای سیروس کاهن، چون شما میخوای شکایت منو به FBI بکنی، من خندم میگیره. ببینید دوستان، خودتونو بذارید جای FBI. میگن روزی که ما گفتن زبانهای دیگر رو استخدام میکنیم، هرچی میرفتیم دنبال عربا هیچکی نمیمد، ولی ایرانی ها یکی یکی میگفتن آقا میخوای ما بیایم؟ ما بیایم مجانی هستن، دو تا میایم یکی حساب کن، چهار تا میایم. حالا فکرش بکنید شما نشستید توی کالیفرنیا، این آقای سیروس کاهن که التماس کرده که من ایمیلاشو تو برنامه بخونم، میگم آقا من که نمیتونم ایمیل شما رو بخونم، اگه میخوای مثل اون آقایی که از خلیج فارس زحمت میکشه با صدای خودش برنامه میذاره، شما برنامه بذار من پخش میکنم، باید مخارج و هزینه رو بدی. ما تا گفتیم باید هزینه رو بدیم شدیم کفر ابلیس، شدیم تروریست. حالا فکرش بکنید، منی که اینجا آمدم نشستم 20 سال همه منو میشناسن، از ایرانی گرفته آمریکایی گرفته، دو بار از من خواستن که برم به اصطلاح جزء سکیوریتی سرویس کار کنم. اینجا سکیوریتی سرویس کار کردن شق القمر نیست، یه دوستی داری بهت میگه که میخوای بیای کار کنی، اون احتمالا یه پولی هم بهش میدن که یه کسی خل شده بیاد بره خودش بنده جلو توپ و فلان و بیخوابی داره، هی برو اینجا پرواز، برو اونجا. دیدید این بدبختا زن بچه‌ش ول میکنه میره اونجا، آقا رئیس جمهور میره خوش میگذرونه، میره جنده های روسی رو میاره رو خودش اونجا میشاشن و فلان و اینا باید پشت در وایسن. همه کس که نمیرن که، ولی بعضی ها فکر کنن اگه شدی سیکرت سرویس، من گفتم سکیوریتی سرویس، سیکرت سرویس، اگه شدی سیکرت سرویس خیلی چیز شده. خب آمریکایی که احمق سیروس کاهن، آمریکایی که منو از سال 1986 اینجا میشناسه، آمریکایی که منو از سال 1984 دو سال توی آلمان زیر ذره بین بودم، آمریکایی که از سال 1998 تا امروز 20 سال وایت هاوس برو، کپیتال برو، این مجلس برو، اون مجلس برو، نزدیکترین هتل ها به چیز برو، تو زنگ میزنی میگی چی؟ میگی من به سوربی گفتم ایمیل منو بخون چون من نمیدونم پالیتیکال فلانم، پالیتیکال فلانت هم مثل فرخزاده. اگه زمان شاه اومده بود ایران روابط میخواستی در آباد نمی کنم وایسی برای ما برخصی، اگه زمان خمینی بود یه دفعه معجزه خمینی شاملت میشد، فرهیخته میشدی، میشدی فعال سیاسی. بذارید من ایمیل این لنگو بهتون نشون بدم و بیشتر از این وقت نمیذارم، چون میگم برای من نوشته بود آقا هنوزم شما برنامه داری؟ میگم بله. خب کسی که یک کم اینترنت بلد باشه، اگه یک کسی 20 سال پیش برنامه داشته، 10 سال پیش برنامه داشته، امروز میزنه میبینه بله تاریخش اینه. واقعا دیروز یه نفر برای من فرستاد و فکر کنم فرخ سپهرار، از یه فرخی که من فامیل اون آقا رو نمیدونستم، یه آقای خواننده بود، برنامه‌ای رو اجرا می‌کرد، گم شدگان یه هم چیزی، که بعدم داستان‌ها براش درآوردن که گویا این به اصطلاح یک کسی رو گفته، پیداش کردن، مادرش فکر می‌کرده این دیگه از بین رفته، قش یه چیزای اینجوری دیگه، می‌دونید دروغ تو مهمونی‌ها میگن، شاید هم حقیقت باشه. خب این برای من یکی فرستاد، دیدم این قیافه این آقا خیلی به نظر من آشنا، اسمشو خوندم دیدم میشه فرخ ترک زاده. خب نشسته تو در اتاقشون
و دوربینم گذاشته، دوربینم که این روزا دوستان شما چند میدید، یه $30 میدید یه دوربین انقدی میذارید، صداتون رو پخش میکنه، تصویرتون رو میگیره، کیفیتش هم از اینی که من $4000 یه زمانی پول دادم بهتره، به روایت نمره و شماره و فلان نه. خب این احمق چون برای من نوشتن این 66 سالش، یعنی از من پیرتره، و ناراحت نشید دوستان، پیری با خودش خرفتی میاره، با خودش به اصطلاح مغز آهسته تر، مگر اینکه هی باش تمرین کنید. اوکی؟ خب گفتیم بله، ما هنوز هم برنامه هنوز هم هستیم، هنوز هم برنامه زنده داریم اینجا. حالا شما من ایمیل بفرستم شما استفاده میکنید؟ گفتم ببین شما میتونی ایمیل بفرستی، استفاده کردنش اون چیزی که من از اینجا تصمیم میگیرم. آقا امروز آقای پتیک نشسته یه فیلمی رو نگاه کرده، دلش خواسته نشسته نظراتشو گفته، حالا اومده نامه دست من، من به عنوان مدیر تلویزیون، به عنوان مجری این برنامه، به عنوان نمیدونم ویراستار، به عنوان هر چیزی که بگی، من بستگی به برنامه‌ام اونو میخونم یا نمیخونم. ما ایرانی ها زور میگیم، میگیم آقا من چون رفتم مدرسه هیچ گویی نشدم، حالا تلویزیون تو رو پیدا کردم برای تو مینویسم تو بخون. بعدم من معلوم نیست اسمم درست باشه، معلوم نیست فامیلیم درست باشه، معلوم نیست عکسم درست باشه. میگم آقا بیا تو اسکایپ، بیا تو فیسبوک وایسا حرف بزن. مردم چی میگم؟ درود از نایروبی. آقا هوای نایروبی چیه؟ مثل یک کشورهای هست ما که اینجا زمستون هستیم، اونا اونجا تابستون هستن. یک کشورهای هست که همیشه گرمن، اون نزدیک خط استوا و اینها. بگو ببینیم آقای مصبا هوای نایروبی چگونه هست، چه ماهی یا چه ماهایی بهتر بیایم نایروبی، و اگه از این ورا هم اومدی ببینیم. اینم از این ماجرا. خب داشتیم راجع به چی میگفتیم؟ این ایمیل این مردک بهتون نشون بدم که ببینید چی گفته، که نمیدونم من پالیتیک فلانم. اگه تا از پالیتیک یکم وارد بودی، به یک شارلاتانی مثل ترامپ نه رأی میدادی نه دل میبستی احمق. ام تی وی، بله این کاهن اینجا نگاه کنید، یه جایش نوشته To be honest with you، خب It seems you are getting money from ایران رژیم. بله اینم ایشون خیلی باهوشه. اصلا تو چرا به FBI زنگ میزنی کرخه؟ خودت برو اونجا کار کن، بگو من انقدر خدا به هم هوش داده که این مغز زیاد گوشام دراز شده، و به خاطر همین گوش سگا رو یه وقت دقت کنید دوستان، مخصوصا جرمن شپر، گوشش رو نگاه کنید، این گوشه اینجوریه، اینجوری 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 برمیگرده به عقب، حتی میگم 270 درجه، اگه شما اینجوری فکر میکنی برمیگرده. آقای کاهن دوستان ایمیلش هست سیروس یا سیروس، بهتون الان باز نشون میدم. این ایمیل رو که بزنید تو چیز خیلی چیزا پیدا میشه، اینفورمیشن ها و اینها، ولی اگه کسی این شخص رو میشناسه تماس بگیره تا ما قشنگ این برنامه رو که بهتون گفتم دنبالش رو بگیریم، و این آقا رو که جرم مرتکب شده و نوشته خودش هم هست اینجا، این رو اون وقتا میگفتن چی؟ چپقش رو چاق کنیم. ببینید دوستان سیروس، مثل همون سیروس می‌نویسن، سیروس 97405@yahoo.com. شما اینو داشته باشید تا من ببینم اون نوشته‌ای که نوشته نمیدونم چه پخی هست. آها I am political science major، یعنی یه لیسانس علوم چی میشه سیاسی داره. حالا کسی که انگلیسیش اینجوریه، My only strong thought of that is the organized forces in Iran supporting regime needs to be dismantled. گفت از کرامات شیخ کوهن که احتمالا کلیمیه، چه عجب، دست را باز کرد و گفت یک وجب،
از کرامات این شیخ این است، شیره را خورد و گفت شیرین است. بعد از این همه سال اینجا ایشون فهمیده که باید سیستم ایران عوض بشه. آفرین. ببخشید اینو میگم، حالا ما نمیخوایم به مادر توهین کرده باشیم، اون وقتا بچه کوچولو چیزی بود میگفتن ننه لولتو بخوره، برو آخه مردک دیوانه الدنگ عوضی. انقدر ما پالیتیکال ساینس داریم که هیچ کدومشون تو کار خودشون، بعدم تو میجر داری، نه نمیدونم دکترا داری، حالا تازه اونایش که دکترا گرفتن چه پخی هستن. یکی امروز آمده بود یه برنامه گذاشته بود و میگفت که ما کارشناسان رو میاریم. من نوشتم کارشناسان، هم علامت تعجب هم علامت سوال، نوشتم ما 80 میلیون کارشناس داریم که همهشون برای من و شما پشکل و بمب اتم رو مزه مزه میکنن، به همونم میگن چه مزه میده، ولی یکیشون یه دونه دنبال رو، همراه، رهرو، ممبر ندارن. آقا همسر خودشون، برادر خودشون، پدر مادر خودشون باهاشون قهرن، نمیان توی به اصطلاح برنامه هاشون. اینجا هوا حداقل 18 و حد اکثر 28 حتما سانتیگراد. در تمام 12 ماه شبیه اردیبهشت ماه رامسر است. به به، دیگه از این بهتر که نمیشه. اردیبهشت ماه رامسر که هوا یک کمی هم سرد بود، نه؟ خب در صورت آقا ایناری که داری میگی هی به ضرر تموم میشه ها. یه وقت میبینی یکی در میزنه، در رو باز میکنی، نه نه نه، شما یکی در میزنه میگی کیه؟ میگه منم. شما در رو باز میکنی میبینی منو. البته ما شیرازی ها نمیگیم منو. این یه جوکی بود برای دوستان ساخته بودن، میگفتن که مادرش بهش گفت خب میخوای بری تهران، چرا میخوای پول هتل بدی؟ گفت خب چیکار کنم؟ گفت برو خونه این فامیلامون که رفتن تهران، برو خونه اونا. گفت آخه من برم اونجا بگم چی؟ گفت بگم چی چی؟ در بزن. گفت خب من در میزنم، اونا میگن چی؟ گفت اونا میگن کیه؟ گفت خب اونا میگن کیه، من بگم کیه؟ گفت خب بگو منم. گفت آها، اون وقت در رو باز میکنن میبینن منم. ببین بهت میگم نمیشه. این هم همینه. برای کریسمس عازم آمریکا هستم، خیلی دوست دارم شما را ببینم. هنوز همونجا هستیم، همون اتاق همونجا. قراره به زودی از اینجا بریم یه خونه کوچولوتر، چون بچه ها الحمدلله رفتن خونه های خودشون خریدن و این خونه ما برامون بزرگه و پله داره دیگه، داریم پیر میشیم، یا باید آسانسور درست کنی 30-40 هزار دلار ازت میگیرن، یا باید بشینی روی این صندلی ها که اینجوری یه وری میبرتت بالا. و بعد گفتیم بابا دیگه زشته، قشنگ بریم تو خونه های کوچولوی ایرانی، مدل ایرانی، یه طبقه اینجا اتاق خوابه، اینجا اتاق دیگه، اونجا اتاق مهمونی هم نداریم. این اتاق مهمونی مردشورشو ببره، نه مردشور مهمونا رو ببره ها، مردشور اصلا این کلمه اتاق مهمونی ببره. حالا باز آمریکایی‌ها میگن لیوینگ روم، اتاقی که توی زندگی میکنیم، فامیلی روم، اتاقی که حالا چلی فامیلی روم، با فامیلی روم تو لیوینگ روم زندگی نمیکنن. در اصل لیوینگ روم اینجا یعنی مهمونی. ولی تو ایران یادته بهترین مبلشون، بهترین قالیشون رو میذاشتن اونجا، درشو میبستن. ما الحمدلله نه تو ایران مهمون خونه داشتیم، نه اینجا داریم. 20 سال افتاده اونجا، 3 ماهی 2 ماهی چند تا مهمون بیان، هیچ کم نمیاد اینجا. به هر کی میگی بفهمم بشین اینجا، میگه آقا تو همون آشپزخونه راحت ترین، ما که با شما خودمونی هستیم. حالا می اونجایی که میریم، اگه اومدی آقای مصباح حتما بیا بهمون سر بزن و چیز به اصطلاح چی میگن. اوکی okay. I regret to tell you that I have had no in the end I do feel its price high. Let me know if you would like to change the price. No. اینم از این. خب دوستان عزیز، اگر در منطقه ویرجینیا میخواین یه زمینی بخرین، من سالها پیش یه زمینی خریدم، فکر کردم که دیدید دیگه بچه ها ایرانی ها میگه که من میرم اونجا یه ایکرش خودم برمیدارم، یه ایکرش یه خونه برای بچه هم میسازم. بچه ها همشون میخوان بچسبن به این دوربر آرلینگتون و اینها، خونه 100 ساله رو کهنه و قدیمی و موش و اینا بخرن، ولی حاضر نیستن با پدر و مادرشون زندگی کنن. شاید هم درست میگن،
میگن با اون موشه میشه براش یه تله خرید کشتش، با اون گربه یه چیز گذاشت جلوش سمخورش کرد یا خوراک بهش داد ساکتش کرد، ولی با پدر و مادر نمیشه، دوستمون به هم میخوره، شاید اتفاقا خوب باشه. در صورت سه ای که زمین در منطقه شنندوها داریم، اگر کسی میخواد به قیمت خیلی خوب، به زیر قیمت ما بازار مارکت. اتفاقا یه آگهی دیدم توی روزنامه ایرانیان نوشته بود که ما دنبال یه شریک میگردیم یا دنبال یه کسی که یه پول کمی بخواد ما یه شغلی چیزی را بندازیم. من به یکی از دوستام گفتم تماس بگیر، گفت که نه اینا به نظر میرسه یکی میخوان که ببرنشون بالا. گفتم شما قبلا زنگ زدی بهشون؟ گفت نه. گفتم ای بابا آخه این کجاش نوشته من دنبال یکی هم که منو ببره بالا؟ بعدم تازه چه اشکالی داره؟ شما برنامه ای داشته باشی که یه نفر که میاد پول بدی ببریش بالا، مگه شما میخواد بندازیش پایین؟ عجب ملتی هستی ما. در هر صورت اینم از این ماجرا، اگر سه ایکر هم یکم زیادتره، زمین خواستید در شننده ها گرون نیست، حدود قیمت چیش 50 و خورده 60 تا بود، الان ارزونتر. حالا برگردیم به برنامه، تماشا کنید، نظر بدهید، مهمان برنامه های آینده ما باشید. اینم از این. و خلاصه من میخواستم به این، دیدید بعضی وقتا میخواد تمرین میکنیم خودتونو واقعا بذارید جای مأمور پلیس. اگر به پلیس کالیفرنیا زنگ بزنی میگه جرمی مرتکب شده، شما میگی بله مجرم بزرگ رو من گرفتم. میگه کجاست؟ میگه فیرفکس. میگه به پلیس فیرفکس زنگ بزن. خب حالا میریم به فدرال اوکی، دولت مرکزی زنگ میزنیم. الو اف بی آی بفرمایید. آقا من I am Persian, I would like to report a terrorist. Oh wow, what is it? What's going on? What's your name? What's your number? آخرین باری که کسی من رو گزارش داد یک آقای آرژانتینی بود به نام موریسیو. میدونید چی شد؟ دوتا اف بی آی که اومدن اینجا، وقتی که گفتم بفرمایید تو، آمدن تو گفتن واو مستر سوربی هاو دید یو گت سو کلوز تو دیز پیپل. گفتم من از سال 98 تا حالا باهاشون کار میکنم، با 4 تا 5 تا پرزیدنت کار کردم. این خانم هیلری کلینتون هر جا میرفت ما با میپریدیم دنبالش، میرفتیم میمدیم اینها. بعد گفت خب این چرا اینجوریه؟ گفتم آها این آقا ما یه کاری داشتیم میخواستیم یه نفر رو استخدام کنیم، یه دوستی داشتیم برای ما کار میکرد قبلا، زنگ زدیم گفتیم که ها، وقتی زنگ زدیم یکی دیگه گوشی رو برداشت، یعنی آقایی بود به نام جان روگر، روگر هم اسم یه اسلحه هست، و این برای ما کار میکرد. ما وقتی زنگ زدیم یه آقای دیگه‌ای که انگلیسیش هم بهتر از جان بود گوشی رو برداشت. گفتم که من متاسفم این شماره مال یه نفر به نام جان بوده. گفت یا هنوز بله هنوزم مال جانه، جان یه تصادف کرده، آنتن ماشین دوستان، آنتن ماشین رفته پشت درخت، این بدبخت خواسته آنتنه رو نشکنه از درخت ول کرده، آمده خورده تو چشمش کور شده و این بیزینس رو ول کرده بود، رفته بود که این چشمش رو درست کنه و نمیدونم حتی یه چشمی مثل که مال مرده میذارن ولی کار میکنه و اینها. خلاص گفت که اینجا معروفه، What can I do for you؟ من الان از من مسئول کارای این هستم. گفتم آره این بولدوزر رو اینها داشت و ما میخوایم استخدامش کنیم. اوکی من میارم کجا و فلان و اینها. خب اینجا شما میری ماشینتو میبری، خودت بنزین میدی، خودت گازوئیل میدی، خودت کارگر و راننده و اینها میاری، سر یه هفته یا دو هفته این تیکتا رو ردیف میکنی میاری میگی فلان روز اینقدر ساعت کار کردم، فلان روز اینقدر ساعت کار کردم، یه هفتم به اون طرف وقت میدی تا اینا رو نگاه کنه، اونم یه چکی به شما میده برای یه هفته دیگه، یعنی 3-4 هفته طول میکشه. اینو شما داشته باشی. این حرومزاده موریسیو که آمد از همون روز اول تا مثلا 2 ساعت کار کرد، گفت مستر سوربی من میتونم ازت پول قرض کنم؟ گفتم برای چی؟ تو که امروز صبح اومدی اینجا. گفت برای گازوئیل. گفتم مگه شرکت شما گازوئیل نداره؟
گفت نه این جان وضعش خراب شده، ما دیگه نه کارت داریم نه فلان داریم اینا. گفتیم بفهم این 200 دلار. ما شدیم حسابدار این آقا، به جایی که این برای ما کار کنه هی 200 دلار بده به این، 100 دلار بده به کارگرش، 200 دلار بده به خودش، آخرم رفته بود گزارش کرده بود که این سوربی تروریسته، مال همون منطقه میدلیسته، اونم مثل این سیروس کاهن خر، هر کسی مخالف عقیده اینا، اینا تروریستن، هر کسی مثل اینها از هول و شالاتان هستن، طرفدار ترامپن، اینا پیتریوت هستن، وطن پرست هستن. خلاصه این دوتا مأمور آمدن اینجا، بهشون گفتم میدونید اشکال شما چیه؟ اشکال شما اینه که بازیچه دست اینا میشه. همین نیم ساعتی که وقت میذارید، خب شما صورت حساب چیز کردید، در اثر نوشتید، با این تماس گرفتید، دو تا ماشین آمدن، من آفیسم اینجا که میشینم، هر ماشینی میاد اینجا میبینم، دیدم دو تا ماشین اومدن اینجا پارک کردن، از این عینکای ریبن هم که میاد تا اینجا اینجوری زده بودن، لباس پوشیدنشون خب اینا برای خودشون یه دنیایی دارن دیگه، معمولا جوون هم هستن میرن توی سیکرت سرویس و توی اف بی آی، اینها ماشیناشون هم هر چی بگن مخفیه، باز شما یه آنتن کوچولو اینور از نوع نمرش، از این که مثلا مالیات به دولت نمیده و اینا، شما اصلا از دور هم میفهمی که این ماشین اندرکاور پلیس. آمد یکیش اینجا وایساد، یکیش اینجا وایساد، یکیش از این ور رفت، از این ور اومد. ببین من الان با شما صحبت میکنم، پست چی آمد، دوربین گذاشت اینجا، خب یکی دیگرش از این ور رفت، از این ور اومد، دوتاشون اومدن اینجا، بعد اومدن یکیش جلوتر آمد، یکیش عقب وایساد. اون که عقب وای میسه دست به اسلحه، که اگه من یه دفعه با اسلحه رفتم بیرون این شوت کردم، و میکنن ها تو آمریکا، بعد زن و مرد دعواشون میشه، یکیشون زنگ میزنن پلیس بیاد، پلیسه که میاد تاپ 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 در میزنه، مرده در که باز میکنه یا زنه در که باز میکنه، پلیس رو شوت میکنه. بمانه ما در باز کردیم، گفتیم که بفرمایید، گفت که مستر سوربی، گفتم بله، گفت که ما قبل از اینکه بیایم اینجا، ها معرفی میکنن خودشونه، کارتشون نشون میدن، من اف بی آی هستم، تا دلت بخواد از این کارتا دارم، بیا آقای سیروس خان یه بار اینجا امتحان میکنیم ببینیم که اف بی آی حرف شما رو قبول میکنه یا حرف من رو قبول میکنه. یو اس دیپارتمنت آف جاستیس، مال اف بی آی، اینا سه تا چهار تاشو اینجا دارم، تازه اینا مال کسای کیسای جدیدی که نگه داشت، من فلانی هستم، علامتش هم نشون میده، اگه شما فکر میکنید ممکنه درست نباشه، میتونید بهش بگید صبر کنید، زنگ میزنید به پلیس محلتون، نه شماره‌ای که اون بهش میده با کارت، زنگ میزنید به پلیس محلتون، میگید یک نفر آمده به من میگه این مأمور CIA یا این مأمور FBI، من میخوام از شما که بیان اینجا حضور داشته باشید، این حق شماست دوستان. پلیس میاد، وقتی پلیس داره میاد، زنگ زده به FBI که آیا شما مأمور فرستادین خونه سوربی، میگن بله، میاد اینجا وای میس. خلاصه ما این دوتا که دیدیمشون اومدیم و اینا، دیگه اینا رو میشناسیم تو واشنگتن، گفتم بله خودمم، گفت ما قبل از اینکه بیایم داخل اسم و اینا رو چک کردیم، میدونیم که شما اسلحه داری، جواز حمل اسلحه داری و همه شناسنامت رو میدونن آقای سیروس کوهن. گفتیم که بله. گفت چند تا اسلحه داری؟ 5 تا. گفت همشون لودن، یعنی پر از فشنگن؟ گفتم نه. گفت چند تاش پر از فشنگی؟ گفتم 3 تا. گفت میتونی نری سراغ اونها؟ گفتم بله. کجا هستن؟ گفتم همین تو دفتر من، همین اینجا هست، همین اونجا هست، و شما برو برشون دار. گفت نه نمیخواد برش داری، فقط وقتی ما اینجا هستیم نزدیک اسلحه ها نرو. گفتیم بفرمایید. گفتیم بفرمایید داخل. کهن نادان، از اینجا 3 قدمه، خدا شاهده، از این در خونه ما تا این در آفیس من 3 قدمی که آمد، چشمش افتاد به این عکس ها، همینجوری دور اتاق دور زد، همونی که گفتم. گفت شما چجوری اینقدر نزدیک با رئیس پلیس واشنگتن، شف رمزی، نمیدونم جورج بوش، هیلری کلینتون، نوت گینگریچ،
گفتم من از سال 98 تا حالا با اینا کار میکنم. بعد گفتم خب حالا ماجرا چیه؟ گفت یه نفر به نام موریسیو میشناسی؟ گفتم بله. خوب شد شما اومدید اینجا، من میخواستم اینم کجا شکایتش بکنم. گفت چی؟ گفتم آقا ما یه شماره داشتیم اینها، جان گروگر یه همچیز، و زنگ زدیم این آقا گفته که اون رفته بیمارستان چشمش عمل کنه، من مدیرم، من منیجرم، من سرپرستم، من چی میگن تو ایران، و ما یه کاری بهش دادیم، این آقا ما رو بیچاره کرده، از بس صبح میاد میگه 100 دلار بده، عصر میاد میگه 200 دلار بده، پولاره که برمیداره میره قمار. این بدبختایی که برای اون کار کردن هی به من میگن مستر سوربی این کی میاد پول منو بده، میگم من چه میدونم، شما میشناسین، شما هم زبون هم هستین، و این کارگرای بدبخت رو هم اونجا سرگردون کرد. گفت اوکی، خلاصه برات بگم آقای کوهن، رفتن دنبال کارش، آخرش دیپورت به آرژانتین. حالا بیا ببینیم کجا میریم، منتظرت هستم. این هم از این. خب دوستان عزیز، ساعت 2:50 است، ما امروز ساعت 3:30 میریم آلمان و با آقای دکتر شهرام ایران بومی در مورد یکی دوتا مسئله، همین که این پلیس و دادگاه ها، حالا ایشون گفته اروپا، ما آمریکا رو اضافه میکنیم، واقعا حق مردم رو زیر پا میذارن، اگه فکر میکنید میذارن چه باید کرد. یک قلوب آب به سلامتی شما بنوشم. یه نفر برای من پیغام گذاشته بود که آقای سوربی، من شنیدم شما توی برنامه گفته اید ما یک جرعه آب بنوشیم، ما میگیم آب بخورم. گفتم آقا میدونم این جرعه آب بنوشیم تکیه کلام آقای محمد علی ابو غداره بود توی رادیو، اونجایی که من اولین بار پامو گذاشتم توی رادیوی ایرانی، میگفت خب بریم یا آهنگ گوش بدیم، ما هم یک جرعه آب بنوشیم و برگردیم. بعدم اشاره میکرد به شهین خانم، شهین خانم چای برسه. بمانه امروز دیدم راجع به برف، مثل که تو ایران و اینها برف زیاد اومده، نوشته بود که بارش برف، تا موقعی که من ایران بودم میگفتن ریزش برف، بارش باران. اینی که بهتون میگم دوستان الان عوض شده، الان طرف یک ساعت سلام استاد از حالات خود برای من بنویسید همه اینا رو میگه، بعد میگه آقا خب اصلا شما چی کار داری؟ یه دوستی قرار بود با ما یه مسابقه کوتاهی داشته باشه، به من میگه آقا شما چند سال تو تلویزیون ها بودی؟ تو کدوم تلویزیون بودی؟ کجا بودی؟ میگم والا من یادم نمیاد درخواست استخدام برای شما فرستاده باشم. این سوالایی که شما میکنی انگار که میخوای من استخدام کنی. نه آخه من یه جای شما رو دیدم یادم نیست. گفتم احتمالا تو پست آفیس بوده، پست آفیس وقتی میری اسم این فراریا رو نوشته، عکسش رو انداخته. مرد حسابی، من شما میخوایم 10 دقیقه با هم صحبت کنیم، شما به خودت زحمت نمیدی بری اسم من رو توی گوگل تایپ کنی و چند هزار تا نتیجه بپره بیرون. این از این. گلوم درود کاکو، درود ورود به آقای فرزاد نیساری عزیز. فرزاد اون فیلم پالوده شیرازی رو برات فرستادم یا نه؟ آی 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 کباب میشم من وقتی اینا رو میبینم. خب آقا شما به علت تقارن ساعت برنامه تو با برنامه لایو علی بنگی خیلی بیننده ها رو ندارید، همون بهتر. اگر کسی برنامه اون رو ترجیح میده به برنامه من، همون بهتر که بره اونجا. چرا؟ من بهتون گفتم شما اگه احتیاج به توالت داشته باشی نمیای برنامه من نگاه کنی، اول میری توالت، میری دستشویی، بعد میای اینجا. خوشت اومد؟ خدا وکیلی مجید خوشنودی، به این حاضر جوابی تا حالا سراغ داشتی؟ تا حالا شنفتی که این آقای عیسی بنگی، علی بنگی، خب این مثل خلان، طرف میره اونجا میخواد بادی در کنه، جیشی بکنه، میره کارشو میکنه، بعد برمیگرده اینجا. آقای فرزاد خان یادم باشه حتما پالوده شیرازی رو برات بفرستم، که بعدم میگه که بهش میگن پالوده،
چون این نشسته ها رو با پا فشار میدادن، نه که پا میکردن تو نشسته ها مثل دوستان کلیمی که شراب درست میکنن. خدا بیامرزه، پدر من میگه این شراب خونه کلیمی ها خوشمزه تره. بعدم فهمیدیم که اینا با پا میرن انگورا رو لای میکنن، ولی گویا خانوماشون پاشونو میذاشتن اونجا. نمیدونه، میگه نه آقا زدی به هدف. این برای اونایی هست که از راه میرسن مثلا میخوان به ما یه حمله بکنن. بهشون میگم که ببین، من 20 سال اینجا وایستادم، اگر یه شاخه نازکی بودم، یک درختی بودم که به یه بادی، اونم به یه گوزی مثل تو میرفتم، که اینجا نبودم که. ما بیدی نیستیم که به این بادا بلرزیم. دستان ممنونم. یکی از دلایلی که ما اینجا قوی میشیم دوستانی مثل شما هستن. آقا فرزاد ممنون، آقای مجید خان ممنون، سعید عزیز ممنون، حمایت کردید، باز هم حمایت کنید، ازتون بیشتر ممنونم. و الا تاریخچه ساخت راه آهن در ایران، آیا روح الله زم دستگیر شده؟ کسی خبر داره؟ من همینو فارسی نوشتم، روح الله زم دستگیر شد، زدم دیدم یه مشتی اومده مال 2017 و اینها. اینا مثل که کارشونه برن زندان آزاد بشن. گفتم ملتی که به زندان رفتن افتخار میکنه، این ما مشکل داریم. این باید بعدن این مشکل فرهنگیمون به غیر از آموزش با پرورش حل بشه. آقا شما اگه سیاست مداری هستی که گرفتنت بردنت زندان، اونم نه یه بار دو بار، نه دو بار سه بار، نه سه بار ده بار، شما سیاست مدار خوبی نبودی، شما اپوزیسیون خوبی نبودی، شمایی که خودتو میندازی دست اینها. البته زندان های ایران ببینید، طرف رفته زندان اومده الان نشسته روی یوتیوب برنامه میسازه، بعدم رفته ترکیه داره ارز میفروشه، بعد ملت زنگ میزنن آقا خونم رو بفروشم طلا بخرم. باز صد رحمت به این، اقلا رفته زندان، یه انقدی یا وجدانش از دست نداده یا یه انقدی وجدان گیرش اومده اونجا. میگه نه آقا نکنید این کارو. به طرف میگه خب تو میگی من رفتم ماشین خریدم، ماشین بذارم گرون بشه. آخه ایران که دیگه الان مثل اون موقع نیست که ماشین نمیدونم نوبتی و فلان اینها باشه. هر یه سالی که میمونه ماشین ارزون میشه. برو مرد حسابی، اگه ماشین نمیخوای، البته دیدید که بعضیا ماشین میخرن دو تا نمره، یکیش زوج یکیش فرد، که یکیش روزای زوج بره یکیش روزای فرد بره. اینم بدبختی دولت، آقا گور پدر دولت میشینه اینقدر فکر میکنه ما چیکار کنیم که ماشین کم بیاد تو مرکز شهر. مثل لندن، من رفتم لندن توی ساعتی مرکز شهر ماشین نمیتونه بره، باید HOV باشه و اینها. بعد ایرانی چیکار میکنه؟ میره یه ماشین قرازه میخره. یادتونه وقتی بنزین کوپنی شده بود، یه دفعه جیان گرون شد، یه دفعه ماشین قرازه، میگه آقا ماشین، میگه آقا ماشین ندارم، میگه من سندش فقط میخرم ازت، سند ماشین قرازه رو میخریدن که برن بنزین بگیرن، خودمون به خودمون بنزین بفروشیم. خب این یه همچین ملتی هستیم. وقت دیشب میاد برنامه میذاره CNN، CNN هیرو، قهرمانان CNN. حالا شما فکر کنی هرکول میاد اونجا، ماسیس بود، کی بود، اسپارتاکوس میاد اونجا؟ نه، یه بچه‌ای میاد میگه من 10 سالم بوده، وقتی میرفتم تو خیابون میدیدم این آدمایی که هوملسن، بی خانمانن، از خودم میپرسیدم چرا ما باهات تو خونه گرم و نرم، ولی این بدبخت اینجا سرما، خوراکم نداره. بچه از 10 سالگی شروع کرده نهار درست میکنه میاره میده به اینا. امروز میشه هیرو، میشه قهرمان. $10,000 بهش میدن، تازه میاد تو مسابقه دیشب هم شرکت میکنه، اگه برنده بشه $100,000. ماشین سوبارو هم میاد میگه شما $1 بدین ما $1، $10 بدین ما $10، $100 ما $100، تا $500,000 ما به این 10 نفر به طور مساوی میدیم. به شما میگه رو اینترنت بیاین کمک کنید، برید حتما ببینید چون فیلمش هست، CNN هیرو. 10 نفر رو انتخاب میکنه، یکی دیگهش میگه که من بیسبال بازی میکنم. بعد یه دفعه دیدم توی آفریقا اینا بیسبال نیست، ولی تو خونه من میایم تو گاراژ 10 تا چوبه، چرا؟ این یکی رنگش خراب شده، این یکی وزنش زیاد بوده، 10 تا چوب بیسبال. اینجا بهش میگن بیسبال بت.
میگه اینا رو برچتم بردم اون کشور، الان اونجا تیم را انداختن، بچه ها نمیرن اسلحه بگیرن دستشون هم دیگر بکشن، میان وای میسن بیسبال بازی میکنن. یه دکتری که تو این دهتام باز برنده شد پرو، میگه من دکتر بودم تو این بیمارستان، وقتی میمدم بیرون میدیدم مردمی که بچهشون سرطان داره، بچه تو بیمارستانه، این اینجا غریبه، همین جلو بیمارستان وایساده، چیکار کنم؟ خونه ای ندارم، زندگی ندارم. احمقه آقا، مثل ایرانیه عکسشو بگیر بعد فوش بده به خمینی. آقا یکی نیست به این کم شعور احمق بگه احمق، تو که میدونی خمینی دزد، یارانش دزد، البته خمینی دزد نبود، یارانش همه دزد، همه جنایتکار، همه جاکش، همه آدمکش، تو چقدر خری که از اینا انتظار داری؟ خودت یه کاری بکن. این دکتره این کاری کرده، چون ایرانی نبود که هنر نزد ایرانیان باشد و بس، فوش بده و بره تو مهمونی ها بگی من میجر دیپلماتیک نمیدونم ساینس فلان دارم، پالیتیکال ساینس، خود اینا پالیتیک ساینس میدونی چی میگن؟ پالی وقتی یه چیزی راه های مختلف داشته باشه، تعداد زیاد باشه میگن پالی. تیک یه حیوان کوچولویه که آهو داره، تو چمن هست، خونخاره، هشت تا پا داره، اینجور هشت تا پاشو میکنه تو بدنت، اینقدر قد یه نخود، نخودم نه، قد یه لپه، لپه نصف نخوده، تازه نخود کوچولو، خونخواره. میگن پالیتیک، خود پالیتیشن ها میگن، ها میگن خود پالیتیکی اینا، میگن یعنی کسانی که تعداد زیادی از این جانورهای خوناشام دارن، پالیتیک. اینم از این ماجرا. خب کجا بودیم؟ بله، درباره این دکتر نادان پرویی میاد میگه من تصمیم میگیرم اینا وقتی میان بچهشون میان اینجا، یک خونه خیلی ساده، یه تخت خواب، یه نهار گرم، یه خوراک گرم، امروز تبدیل شده به یه چیزی که هزار نفر رو اونجا نگه میداره، بچه هاشون از دهات راه دور، پرو میدونید که اون با چچونکان چی چیه، مثلا اینقدر طول میکشه بری اون بالای تپه و اینا، مثلا یه کشور عجیب غریبیه، میگم نزدیک آمازونه. در هر صورت اینا اینجوری مملکتاشون درست میکنن. حالا ما آقای شمیرانی اومده رفته تو برنامه آقای مانی، دلم برای آقای مانی بیچاره سوخت، این برابر میپرید تو تلویزیون سوربی، میمد یه برنامه میذاش، اونجا یه برنامه میذاش، همه اینا میگن آقا ما چرا بریم 30 دلار 20 دلار 50 دلار بدیم خودمون تلویزیون میزنیم. روز اولی که تلویزیون میزنی میگه حالا چی لازم داری؟ میگه یه اینترنت پرسرعت. میگه چنه؟ میگه ما 200 دلار. میگه ای دیگه چی میخوام؟ یه دوربین. دوربین چنه؟ 1000 دلار. دیگه چی میخوام؟ لامپ و برق و گاز و گوز و ای بابا. اون وقت همه اینا به کنار، حالا من باید چیکار کنم؟ حالا آقای مانی باید بشینه اونجا، یه روز این بیاد یه روز اون بیاد. تو این مهمونا هم کی میاد؟ آقای سعید شمیرانی، به قول آقای سکویی شیمرانی. بعد صحبت میکنه اون بدبخت مانی، حوصله‌اش سر میره، میگه آقا این چیه مزخرفایی که میگی؟ من قبل از انتخابات فدائیان ایران رو راه انداختم و ما به مردم گفتیم آمدن تو خیابون. این میگه آقا اگه اونایی که اومدن تو خیابون مال شما بودن، پس شهرام همایون چی میگه؟ اگه مال اون بود پس مجاهدان چی میگن؟ و اگه شما میدونین مال شماست چرا دوباره نمیگید بیاد؟ بعد میگه نخیر، مثل که شما متوجه نشدید من چی گفتم. نه مردک، تو خودت هم متوجه نیستی چی میگی. برید ببینید، بنویسید برنامه مانی، رادیو مانی با این آقای شمیرانی، مانی مانی با شمیرانی. از ایران به دکتر هولاکویی که 40 سال است در ایران زندگی نکرده و نیز میپرسه که پولهایم را خانه و زمین بخرم، دلار آمریکا بخرم. دکتر همه فن حریف میگه دلار دلار بخرم. خب ببینید این همینه دیگه. وقتی دکتر ما از اینجا، من دکتر هولاکویی رو خیلی دوست دارم، خیلی هم وقتی من میرم یه جایی به من میگن آقا از در که اومدی ما فکر کردیم دکتر هولاکویی هستی، یکی میگه آشنایی داری با دکتر هولاکویی؟ گفتم نه والله. و دکتر هولاکویی اگه اشتباه نکنم، حالا باهایی که هست، شیرازی هم هست، اگه اشتباه نکنم خواهر ایشون مدیر مدرسه شهناز یا هم چیزی بوده. حالا یکی من میگه آقا مدیر مدرسه دخترونه رو تو چرا میشناسی؟ نمیدونم. بله
و اما درباره زم باید از بیژن فرهودی پرسید. خب آقا بپرس شما، آقا فرخ شما بپرس، به ما خبر بده. میدونم، ولی من اگه قرار بشه درباره زم از بیژن فرهودی بپرسم، درباره آقای بیات از میبودی بپرسم، درباره فلانی از سعید معتاد بهبهانی بپرسم. آقا میدونم، والا بلا منم. حالا شما گفتی چون پدر و مادرت فامیل بودن ازدواج کردن، شما هم خوشگل شدی هم باهوشی، ولی ما هم که پدر و مادرمون فامیل نبودن، خدا یه عقل انقدی قد گنجشک بهمون داده، ولی متاسفانه وقت ما در شب روز 24 ساعته. ای کاش میشد 72 ساعت تا منم تا یک خانمی از ایران تماس میگرفت. اولا بهتون بگم این اگر به یک کسی دیگه تماس بگیره، طرفم یکم مثل من مسن باشه، فوری دست دلش میلرزه، شماره تلفنشو میده، اسکایپشو میده که خانم به من زنگ بزن، یکم به من حرف بزن. ما عقده ای مریض هستیم دیگه، صدای زن رو هم که میفهمیم حالی به حالی میشیم. بهش گفتم دوست عزیز، من اینجا تو استودیو کار میکنم، من نمیتونم با هر کسی که به من میگه اسکایپ اسکایپ بدم صحبت کنم. شما رو فیسبوک پیام بفرست، من اینجا با گوشی میذارم کار میکنم، ولی نمیتونم صحبت کنم، میتونم پیامتون بشنم. بعد به جای پیام شروع کرد نوشته. خب ایشون اینو نوشته، پس من برم دنبال حالا مأموریت این. اون یکی دیگه میگه آقا شنیدم این آقای مشایخی ها سرفه میکنه، مال سیگاره یا سرطان روده داره. اوکی زنگ بزنم به آقای ارهام سعد از اون بپرسم. نه آقا اینجوری نیست، باور کن به خدا یکم میدونیم. مام بالاخره گفت اگر نخوردیم نون گندم، اقلا دیدیم دست مردم. تاریخچه ساخت راه آهن رو براتون بخونم و ببینید که یکی که واقعا یک کاری رو انجام میده چجوری میاد یک کار پژوهشگری تحقیقی انجام میده. اولا من اینه که دیدم، چون پتیکم مثل من آلمان بوده و دیدم این آقا هم میگه که ایشون آلمانیه، پدرش ایرانیه، مادرش آلمانیه و آلمانی هم حرف میزنه، ولی رفته دنبال این کار. ما هم برای آقای پتیک فرستادیم و پتیکم تماشا کرده و ببینیم ایشون چی نوشته. پتیک این دوست ما راجب ملخ 7 تا ویدیو فرستاده، اینم بهتون نشون میدم. تاریخچه قطار ایران میگه کاکا جون سلام، این آقای مسعود فامیلشو نمیتونه بگه یا منم متوجه نمیشم اونجا، چون طرف میگه من مسعود فلانی هستم، متولد آلمان، از پدر ایرانی و مادر آلمانی، محقق دانشگاه آرلینگتون نورنبرگ. من اتفاقا نورنبرگ هم رفتم، دادگاه زیندورف و نورنبرگ. در دهه 90 شمسی این دادگاه نورنبرگ همون جایی بود که اون جنایتکاران جنگی رو هم محاکمه کردن. یکی به من بگه چرا همه اینا فرار میکنن میرن آرژانتین یا رفتن آرژانتین؟ حتی ترامپ وقتی آرژانتین بود اینجا جوک ساختن که آقا این بهتر آرژانتین بمونه، این که باید بعد از رئیس جمهوری فرار کنه به یک کشوری، چه بهتر الان. ولی اینقدر شالاتانه، اینقدر پس فطرته. دیروز تو این شلوغ پلوغی های فرانسه میگه که فرانسوی ها یه رئیس جمهوری میخوان مثل من. باورتون میشه؟ مردک تو میخوای بری اونجا بادکنک تو میسازن، عکس بادکنک نه، از این بالون های گنده میسازن، پوشک میزنن بهت، یعنی تو بچه هستی، بچه هایی که تو خودشون جیش میکنن، وقت اونا میخوان تو رئیس جمهور و به دیدید 4 هفته، اونم فقط آخر هفته ها، اعتصابات چی؟ وجوه مشترک داشتن. اول راننده های کامیون و اینها که بنزین قرار بود گرون بشه، مالیات دیزل و اینها، اونها شروع کردن. بعد مردم اومدن گفتن آقا وضع ما هم خوب نیست، ما هم به سختی داریم زندگی میکنیم، اگر اینا بنزین گرون کنن این پرتقال گرون میشه، منم باید پرتقال گرون بخرم. اونا هم اومدن پیوستن. دیشب آقای ماکرون گفت غلط کردم میام صحبت میکنم. آقای احمدی نژاد هم بهش گفته آقای ماکرون برو حرف مردم رو گوش کن. میگن این همون احمقی که اون موقع گفت خار و خاشاک آمدن تو خیابون، حالا برای آقای ماکرون نمیدونم این جوکه دیگه، انقدر جوک و طنز می‌نویسن شما نمیفهمی کدومش درسته کدومش طنزه. ناراحت نباشید، انقدر آقای رضا سلامی
برای من هی نوشت breaking news، پریروزا دیدم unbreaking news. برید نگاه کنید چند نفر آمدن گفتن از بس این breaking news ها بی خود اعصاب خورد کنند دروغ هستن، ما میخوایم unbreaking news ولی real news درست کنیم، ولی 2.5 میلیون احتیاج داریم و اگه کسی هم میخواد کمکشون کنه، دفعه قبل هم مثل که 500,000 دلاری پول جمع کردن و راه انداختن یه سازمانی رو، الان یه جایی هست بهش میگن چی نیوز، رایت نیوز، سکای نیوز، نه یه چیز دیگه که اونم هست ولی متاسفانه رو کامپیوتر نمیتونی بگیری، فقط باید اپ داشته باشی روی این تلفن‌های کوچولو. ولی تلفن رو هم صداشو خاموش کنن که از زنگ نزن. میگه که نورنبرگ در دهه 90-60 تاریخ ذکر نشده اقدام به تهیه فیلم احداث پل برس نموده که در نوع خود کم نظیر است. پل با بلندی 110 متر از ته دره و با دهانه 66 متری در ارتفاع 2112 متری از سطح دریا توسط شرکت کامساکس دانمارکی، یادم یه شرکتی اومده بود شیراز و یاسوج و اینها کار میکرد، پدر من براشون شرکت انترپوز اون گاز کشیده بودن که بعد به گویوم و اینها گاز مجانی داده بودن، ملت میمدن وسط خیابون خوراک درست میکردن میرفتن خونهشون چون اون گاز مجانی بود، شرکت انترپوز، ولی این شرکت هست اون فرانسوی بود، توسط کامکست دانمارکی، توسط 55,000 کارگر ایرانی، 2,000 کارگر ایتالیایی و چندین مهندس از کشورهای مختلف آلمان، اتریش، دانمارک و فرانسه در سال 1317 ساخته شده است. یعنی که 80 سال پیش، الان 1397 است. میگه دو، تونل های ساخته شده در مسیر به صورت نعل اسب ساخته شده تا مقاومت بیشتری داشته باشد، قابل توجه جوجه مهندس ها. میدونید اصلا میله و اینا نداره، اینا رو توی ساختمان های قصرها هم اگه نگاه کنید میسازن، بعد یه آجر اینجوری اون بالا میذارن، هرچی فشار میاد این آجر، اونایی که کار نجاری و اینا کردن میدونن بهش میگن گاوه، این آجر اینجوری یا اون سنگ فشار میاره اونای دیگر رو محکمتر میشه. باورتون میشه هرچی اینو رو پل بار زیادتر میاد این محکمتر میشه، چون اینو بیشتر فشار میده به اینا و نیرو رو منتقل میکنه به اطراف. این پلای فکر کنه معلق، نه اون پلای معلق یه جور دیگه که با سیم بست شد. در هر صورت به علت نبود آهن یا میل گرد در آن زمان فقط از سنگ و سیمان مصرف شده است. خب آهن بود که اون چیزا رو درست کردن، ولی اون همه آهن باشه که بیارن اون ارتفاع جوشکاری کنن و اینها نبود، ولی ریل راه آهن خودش از آهنه، اون میخایی که میزنن اون چوبای اینجوری رو نگه داره اونا همه از آهنه، ولی اینقدر آهن توی ایران نبوده اون موقع، اونم توی به اصطلاح اون پل و اینها. و میگه به علت بلندی محل قرار پل اصلی و عدم تحرک قطار برای شیب بالا 3 طبقه. اینو شما یه حیوانی که میخواد از یه تپه بره بالا نگاه کنی، من یادمه بابام وقتی میرفتیم بوشهر اینها، این کتل پیرزن، اون یکی کتل ملو، اون یکی نمیدونم کولیکوش، میگفت همه اینها رو مهندسا وقتی که میومدن درست دوربین میآوردن، وسایل میآوردن، ولی میگه نگاه میکردن جایی رو که این حیوانات رفتن، بز که اینجوری نمیره بالا، این انسان نادانه که میاد قلاب و ملاب و اینا آویزون میکنه، دست خودشو گچ میماله و پاش فلان کفش میکنه و اینا، میره از اونجا هم شطرق میخوره زمین، سال چند تاش میمیره. بز با این که نه پنجه داره نه چیزی داره و سم داره، قشنگ روی این تپه ها و کوه ها اینجوری میره بالا، بعض وقتا حتی دور میزنه، اینجوری دور میزنن میرن بالا، ولی دور بزنی خب طول بیشتریه تا اینکه بری اینجا برگردی، بری اینجا برگردی. بله درست میگه، در 3 طبقه فیلمه رو من حاضر کردم براتون نشون میده. مسیر با 3 پل در نظر گرفته شده که به 3 خط طلا مشهور گشته. عمر مفید پل 70 سال قید شده. 1387 پایان عمر مفید، از آن موقع
این پل بیمه حضرت عباس کار میکنن. بهتون بگم همین آمریکایی که ما هستیم، بعضی از این پلاش جاداش اینها گفته بودن 30 سال، ولی الان 60 هم گذشته هنوزم داره کار میکنه. البته این کلمه استراکچر و اینفراستراکچر اینا یه جوری دیگه میگن، سریعتر میگن. اینو قرار بود این ترامپ که میاد اینجوری کار درست کنه، نه فقط برای دادگاه ها کار درست کنه، اونم همش راجع به خود کثافتش و خانوادش. اینا رو من دارم میگم که این آقای سیروس کوهن هرچی پرونده میخواد همینجا دنبالش هم نمیخواد بگردی. ولی خوشحالم که خود احمقش برداشته برای من با خط خودش، با ایمیل خودش، با آدرس خودش نوشته که این آقا و کازینش به بچه ها تجاوز میکردن. گفتم I will be more than happy to visit them. از سون است که اومدن میگم آقا شما اول اینو بخون، شما برو دنبال جرمی که این اقرار کرده، بعد حالا برو پیدا کن جرمی که من انجام دادم. من به یه شالاتان پدر سوخته میگم شالاتان پدر سوخته، به یه دوز میگم دوز. بیا ببین اتلانتیک سیتی این شالاتان چه کار کرده. و شما احمقا هیجان زده شدید تا گفت من میرم آخوندار. احمق، این با آخونده است، این خودش یه آخونده. در هر صورت فیلم خوبی است، دیدم، اما میگن طرح و مهندسی رضا قلدر بوده و نیازی هم به کارگر نبوده. تونل لعلی هم کپی نعل اسبش بوده. راست میگن؟ آره راست میگن. نه قربونت برم، برید خونه های آلمانی که اونجا هست بالای کوه نگاه کنید، مهندسایی که آمدن نگاه کنید. بعد توی نوار همون فیلم وقتی صدای رادیو تلویزیون، رادیو به احتمال زیاد، انگلستان رو میذاره، میگه وقتی آمدن بندر شاپور از طریق ریلاهن انگلستان، اینو به عنوان ریلاهن انگلستان چون هر کی بوده اونجا ساخته، حالا اینا گرفته بودن. و ایران هم با وجودی که گفته آقا ما نمیخوایم جنگ شرکت کنیم، ما آدمای خوبی هستیم، آدمای ترسوی هستیم، فکر کردیم هیتلر برنده میشه، رفتیم گفتیم هیتلر عموی ماست، نمیدونم بابام مسافرت بوده، هیتلر اومده خونه اینجوری. ولی تا دیدیم هیتلر داره میبازه گفتیم ما میخوایم سوئیس باشیم، اونا هم گفتن بفرما این سوئیس. آمدن ایران رو به عنوان پل پیروزی انتخاب کردن، آمدن مردم ایران رو گرسنگی دادن، خوراکا رو دادن به سربازا. و اونجا فهمن قحطی ایجاد شد، 10 میلیون ایرانی مرد اگه همین زمانش باشه. رضا شاه چی بود؟ رضا شاه برای ننش بخواست بره پل درست کنه، این حرفا چی؟ بله فرزاد داری میخندی، اما میبینم داری شرابم میخوری. خب اتفاقا اون روز میخواستم یک کمی ویسکی بیارم اینجا با یخ به سلامتی شما بنوشم، بعد گفتم ولش کن دیگه میشیم مثل اون مردک دیوانه. کی بود بیچاره؟ بعدم لنگ شده و دیگه نمیتونست راه بره. به علت بلندی چنین و چنان، حالا دست حضرت عباس. قرار بود که این خط آهن در جهت بهبود وضع ایران ساخته شود. نه خیر، اصلا همچین قراری نبود. اون خط آهنی بود که مصدق و دوستاش گفته بودن اینجوری بره از شرق به غرب ایران، نه از جنوب به شما. ایرانی به جنوب دریا و فلان چه کار داره؟ میخواد آقا از اینوری مسافرت بره که نرفت نشد. که این خط از جنفا و قرار بود که این خط از جلفا به سرخس باشد تا کالای اروپا به چین حمل شود و سودی حاصل گردد. درخواست محمد مصدق و دیگران قبل از رضا قلدر، اما ریل شمال جنوبی شد به درخواست انگلیس. باریکل. در جنگ دوم جهانی راه آهن و جاده های ایران توسط انگلیس و آمریکا اشغال و مورد بهره برداری آنها جهت حمل کالا به روسیه قرار گرفت. سوای آنکه راه آهن ما فرسوده گشت، اکثر ارزاق عمومی هم به یغما رفت. دولت شاه بچه سال نادان، همین محمد رضای کمدان ناظر، و مردم بدبخت بهت زده گریان. این همونه که ستارخان میاد بیرون میبینه یه مادری با بچهش مردن یا دارن علف میخورن و اینها. بله
سیاستمداران جواب دهند. بعد میگه بله، پس از پایان جنگ جهانی دوم و پیروزی متفقین، ایرانیان از اعضای پیروز جنگ ایران از اعضای پیروز جنگ نبود، بلکه در ردیف بازندگان قرار گرفت. چرا؟ بله، شد ژاپن، شد آلمان، شد ایتالیا، موسولینی و اون یکی دیگه هم کی بود اینا؟ اون وقت شوروی با اونا یکی شدن، متفقین و اینا. چرا سیاستمداران جواب دهند؟ بله، چرا سیاستمداران بیان جواب بدن آقای فروغی و دیگران کجایی؟ اشغال ایران و در پی آن بیماری، گرسنگی، قحطی، تورم، ناامنی و چپاول مردم از سوی متجاوزین رنجهایی بود که ملت ایران با شکیبایی کشیدند. ایران برای کشورهای متفق پل پیروزی بود. ما این جنگ برای خود ایران چیزی جز مهنت در پی نداشت. پلتیک، ممنون و متشکرم. این قلم و کاغذ ور میداره، میشینه و قشنگ چیز میکنه، مینویسه. وقتی میخواد یه چیزی رو به اصطلاح با دقت نگاه کنه که بفهمه ازش. خب شما دوستان، اشکه نمیدونید چیه؟ حتما این فرزاد میگه آقا رفتی آمریکا، آره دیگه، به دو پیازه، نه دو پیازه، نه آب پیازک. ما به دو پیازه آلو، دو پیازه سیب زمینی و این اشکنه یا آب پیازک هم بهش میگفتن. و رفتم این دیروز مغازه دوستمون اینجا، آقای سعید که آشپزی هم میکنه، سعید میرحسینی، این هر وقت ما میریم تعارف میکنه که یه چیزی بخور اینا. گفتم نه، دارم میرم خونه مادرم و گفته چون سرده بیا اینجا برات اشکنه درست میکنه. مهم نیست که من 60 سالم باشه، مادرم چند سالش باشه، من هنوز بچه اونم و اونم هنوز مادر منه. خلاصه گفتیم چشم، میایم. رفتیم نون گرفتیم و رفتیم اونجا. حالا من این عکس رو به شما نشون میدم، ببینید چقدر ساده، و بعد براتون تعریف میکنم که این چجوری هم درستش میکنن. رسیپی یا دستور تهیهش روی چیز هست، روی اینترنت. دیدم یه خانمی هم خیلی قشنگ توضیح میده، میگه این اشکنه که بهش اشکنه شنبلیله هم میگن. اولا توی ایران، توی شیراز، ما به شنبلیله میگیم شملیز، نمیدونم چرا. مثلا خورش سبزی یا قیمه، قرمه سبزی، توش باید شملیز کنن، اون بوی مخصوصی که میاد و شما فکر کنید همه عاشق این بو هستن. اگه از پشت در خونتون یه آمریکایی رد بشه، اصلا دماغش میسوزه از اون بوی شنبلیله. ولی همینه دوستان، نگاه کنید. البته این بشقاب دومم بودا، چون بشقاب اولی رو که من وای نمیسم ازش عکس بگیرم، میرم دنبال خوردن. بشقاب دوم، حالا که دیگه مطمئن شدم خوردم و سیرم، وایسادم یه عکسم گرفتم برای آقا سعید میرحسینی فرستادم و شد این حاصلش. سیب زمینی، از اون سیب زمینی های قرمز میگن بهتره. میدونی بعضی سیب زمینی ها میگن دیر میپزه، بعضی ها میگن زود میپزه، له میشه. اونی که له میشه این آب رو یه کمی غلیظ میکنه. بعد میگن بعضی ها حتی یه تخمر رو میزنن در داخل این آب که مثل چاینیز سوپا هست، بهش میگن اگ دراپ. یا بعضی ها وقتی تخمر رو میشکنن، هنوز اون آب داره میجوشه و خود جوشیدن اون آب باعث میشه که این تخمر باز بشه، همه جا پخش بشه. ولی اونایی که میخوان اینجوری تخمرش اینجوری باشه، شعلهش رو کم میکنن. اون شعره چی بود؟ میگفت سوختم سوختم، شعله رو خاموش کن. شعله رو کم میکنن، تخمرها رو میشکنن و اینجوری. بعضیا ماس کشکم حتی داخل این میزنن. خلاصه این تعارفای جای شما هم خالی، من نمیدونم، من خوردم تموم شده رفته. حالا بگم جای شما خالی چیه؟ برید دستورش از یوتیوب بردارید و درست کنید. ساعت 3:24 هست. من بله، میگه که این آقا، منظورت کی آقای رجبی؟ آقای سایروس، سایروس کوهن. اصلا حالا یه چی بهتون بگم، این کوهنیما و کوهن و
کاهن و اینا تو شیراز فامیلی ما هستن، یه سریشون هم تو بازارن، یه سریشون هم از اینایی هستن که کلیمی بودن بعدن مسلمون شدن، تو شیراز بهشون میگفتن جدیدی، درسته؟ حالا وقتی این احمق با من تماس گرفت، من فکر کردم اینم یه شیرازی چیزیه، بعد اتفاقا نوشته I'm from شیراز. بله، میگه این آقا اگه اسم کوچکشم میگه که چهارشنبه منم مهمونم سیاه پیازک جای همه دوستا خالی. نوش جانه، این آقا اگه اسم کوچکشم ایرانی باشد خودشان را ایرانی نمیداند. آها، کهن، همون کهنیز و کهنی بودم. در هر صورت اینم اشکنه و آبشکنه و دیگه خودتون تو یوتیوب میتونید پیدا کنید. من بهتون بارها گفتم تلویزیون مردم سعی میکنه مثل دبستان نباشه که هی خط بکشه بگه این الف این ب، بعدم شما هی بگید آقا اگه این الفه چرا ما هیچ وقت نمیگیم الف، میگیم آ، میگیم ا، میگیم ا، میگیم او، ولی هیچ وقت نمیگیم الف. بعد روش جدید که کپی کتابای فرانسوی بود که بعدم دنبالش مدرسه ها تبدیل شد به راهنمایی و فکر بسیار خوبی بود که بچه رو 6 سال اینجا نگه ندار، بعد بچه کلاس ششمی بره با بچه های کلاس دوازدهمی تو دبیرستان. نتیجهش چی میشه؟ این سیروس کاهن با کازینش میرن تجاوز میکنن به بچه ها، میگه 5 سال این بچه ها رو اینجا با هم نگه دار، بعد بیار 3 سال تو مدرسه راهنمایی، اینجا بهش میگن میدل سکول، بعد از اینجا برن اونجا. خب کارهای خوب خوبه آقا، میخواد دکتر گنجی انجام داده باشه، مرسی آقای گنجی. میخواد آقای دکتر بهشتی انجام داده باشه، کپی آلمان کرده باشه، مرسی آقای بهشتی. اون یکی دیگه کی بود میگفتن این دوتا کتاب ها رو نوشتن. در هر صورت خب اینم از این. بله، درباره مدرسه و کتاب درس این نادان کهن ببینه برنامه من اینجوریه، من الان رسیدم به مدرسه و کتاب درسی و روش درسی و مدرسه ابتدایی میدل سکول های سکول، یه دفعه میبینم ایمیل آقای پتیک اینجا به درد میخوره. میخونم، میگه مرا بردی 44 سال پیش که در دانشکده کتاب اخوان سالس را میخوندم. یک نقل سرما بود که میخوام برم اشکنه بخورم، برای این نوشتم اینجا زمستان است، هوا بس ناجوان مردانه سرد است. میدونید که مهدی اخوان سالس این شعر را هم خودش اجرا کرده، هم شجریان خونده، ولی همشون اشتباه میکنن و من تعجب میکنم اگه مهدی اخوان سالس این شعر رو خودش گفته چرا بعد تو خوندنش اشتباه میکنه. اشتباهش رو اگه تا امروز نفهمیدید بهتون میگم. میگه نفس که از گرمگاه سینه بیرون آید، شود بر ابری چون نمیدونم فلان جلوت وای میسه، بعد میگه نفس کین است پس دیگر چه داری چشم، باید بگه ز دست دوستان دور یا نزدیک، میگه پس دیگر چه داری چشم ز چشم دوستان دور یا نزدیک. هیچ کسی چشم به چشم کسی نداره. میگن فلانی چشمش همیشه به دست دیگرانه، مثل تلویزیون مردم چشمش به دست شما، شما هم که دستاتون اینجوری، آقا دستتو ول کن، حالا نمیخوای بدی هم نده، ولی اینقدر خودت تنس نگیر، ریلکس. پس دیگر چه داری چشم ز دست دوستان دور یا نزدیک. این گفت منو بردی اونجا. میگه راستی نصرت رحمانی شاعر را میشناسی؟ بله، دختر ایشون با من تماس گرفت، داستان پدرش رو گفت که از 12 سالگی دوستان زمان شاه 12 سالگی این آقا رو میندازن زندان، این آقا اونجا درس میخونه و شاعر میشه، نه درسی که کتاب و لیسانس و فلان، ولی شاعر میشه. من یک بار یا دو بار با ایشون مصاحبه کردم. خب برنامه من خود من اینقدر کاس شعر از این ور اون ور میگم که دیگه احتیاج به شاعر و شعر خوب نداشته باشم و شناخت من از ایشون این بود و الان هم که خب دیگه سنی ازشون گذشته و اینا خبر ازشون ندارم. آقای نصرت رحمان میگه اطراف شما اگر سرد است لااقل مردم گرم دوربرتان است که به هم کمک میرسانند. CNN اگر برای خود تبلیغ قهرمان میکند باعث کمک به چند نفر دیگر هم هست، پس هوا تا حدی گرم است. این آقای ایران بومی هم
برای خود تبلیغ میکند و الا هر شخصی برای خود 3-4 تا دکترا در رشته خود دارد. میدونید آقای ایران بومی مینویسه دکتر دکتر ایران بومی، هم تا اینو میبینن تماس میگیرن آقا اشتباه نوشتی، میگی نه من چون 4 تا دکترا دارم 2 تاشو مینویسم و 2 تا مینویسم که شما سوال کنی بفهمی که من 4 تا دارم. منم براش گفتم اولین روزی هم که من با ایشون آشنا شدم که آمده بود اینجا همینو پرسیدم. و اما میگه که این هم یک داستان واقعی، میگه 52 سال پیش من کلاس 6 ابتدایی بودم. اکثر معلمان عادت داشتند اول سال از دانش آموزها شغل پدران را بپرسند. چرا؟ مادرم میگوید وقتی شروع به پرسش کردم دانش آموزی با فخر گفت پدرم دکتر است. بغل دستی یواشکی گفت خوش به حالت. پرسیدم پدر تو چه کار است؟ با خجالت گفت کفاش است. من گفتم پدرت دکتر کفش است. مادرم گفت تمام کلاس به وجد آمده و میخواستن شغل پدرشان را بگویند. میگه مادرم گفت از سال بعد از دانش آموزان نپرسیدم پدرشان چه کاره است و در جلسه معلمان بدان اشاره کردم اکثر وکلای خارجی چندین دکترا دارند، چند در صد لقب یدک میکشند. هیچ. والا من شنبه شب منزل این آقای دکتر سیلک که اصلا رئیس یک قسمت این فروکس هاسپیتاله مهمان بودم و شما این مرد رو که میبینی، این همسرش رو که میبینی، این دوتا پسرش رو که میبینی، اصلا اینجا میگن down to earth، خودمون میگیم خاکی، والا اینا دیگه اینقدر زیر خاکی هستن. پسرش تا منو میبینی میگه هی چی میخوای برات بریزم مشروب، نمیدونم یه چیزی رانگه تو مملکت ما آقا، یه چیزی رانگه. به دوست اگر زنگ زدی نگفتی دکتر، میگه آقا من که دفعه قبل بهت گفتم من دکترم. خب آقا دکتری برای خودتی، اگه یه ماه حقوقتو دادی به من از ماه آینده تا 11 ماه بهت میگم دکتر. بعدم من به تو بگم دکتر دردی از من دوا میشه یا درد تو دوا میشه؟ اگه تو دردی داری که با دکتر گفتن دردت خوب میشه، خب تو مریضی، دکتر نیستی. استارت کانورسیشن، بریم سید شهرام ایران بومی رو تماس بگیریم و امیدوارم ایشون در قطار نباشد. ببینیم. به به، آقای دکتر شهرام ایران بومی از آلمان زیبا، امیدوارم دیگه این موقع 9:30 شب در قطار نباشی عزیزم. قربان شما، درود بر شما و برنامه شما که الان حتما دوستانی دارن گوش میدن. من الان توی یه جایی هستم که نزدیک 630 نفر دور هم دیگه جمع هستیم، چون امروز جشن حقوق بشر از وش و 70 سالگرد تولد حقوق بشر و ما داریم دور هم دیگه در شهر فرانکفورت در یک تئاتر خیلی بزرگی جشن میگیریم. به به، شما صبح هم که بعد از ظهر هم که یه برنامه داشتید در ویسبادن. دقیقا، بودم برنامه بودم در رابطه با حقوق بشر بودم. البته اون برنامه کاملا فهم داشت چجوری از حق خود دفاع کنیم و چگونه ما میتوانیم جلوگیری بکنیم که حقوق بشر به وسیله پلیس، دادگستری و قضات زیر پا گذاشته نشه و حتی در کشورهای پیشرفته. من به دوستان اول برنامه گفتم امروز وقتی با شما صحبت میکنیم درباره همین مورد، البته شما بیشتر تکیه میکنید تو صحبتاتون میگید اروپا، بذارید اینو ما بگیم اروپا، آمریکا، جهان، ایران، اصلا جهانیش کنیم. زیر پا گذاشتن حقوق بشر توسط دادگاه‌های اروپا و پلیس. یه مقداری درباره این برای من و بینندگان و شنوندگان توضیح بدید، به ما بگید ما چه حق و حقوقی داریم، چگونه از این حق و حقوق خود به خوبی استفاده کنیم. من از شما یاد گرفتم که اگر برخوردی داشتم با پلیس بهترین کار اینه که من ساکت باشم، هرچی کمتر حرف بزنم، جرم خودم کمتر. اقلا اینو ما از این ترامپ شارلاتان یاد بگیریم، این همه جرماش از حرفایی که خودش زده دنبالشن. من ساکت میشم، میکروفون رو در اختیار شما قرار میدم تا هم برای ما این عنوان رو باز کنید، هم به ما چند تا راه حل ساده بگید و دوستان هم با توجه کامل گوش میدن. امیدواریم براشون پیش نیاد مشکلی، ولی اگه پیش آمد
این دستورات نه پیشنهادات شما رو به کار ببندن. من فیسبوک شما رو هم نشون میدم. بفرمایید. توجه بگی من در سالن تئاتر مرکزی شهر فرانکفورت هستم و تا چند دقیقه دیگه ممکنه 600 نفر بیان بیرون، مجبور هستم یه ذره تند حرف بزنم و اگه صدای زیادی شنیدین دیگه مجبور هستم قطع بکنم. و امروز شروع کنیم. اول از همه برای چی دهم دسامبر یک روز خیلی مهمی است در کل دنیا؟ دهم دسامبر روز حقوق بشره و در این روز در تمام دنیا قراره که مردم یک مقدار بیشتر در رابطه با حق انسان بودنشون فکر بکنن. امروز 70 سالگرد تولد منشور حقوق بشر هستش که بعضیا بهش میگن که روح و روان انسانیته. در تاریخ بشریت بدین نحو نبودش که ما چنین منشور جهانی داشته باشیم که در حدود 30 قواعد جهانی توش نوشته شده که در هر جای دنیا بدون توجه به رنگ، نژاد، گذشته و و و رعایت بشه. این که الان تمام دنیا اینا امضا کردن و سعی میشه حداقل بهش رعایت بشه، علتی هستش که باید جدی گرفته بشه و این به عنوان قانون نیستش، بلکه به عنوان یک تقاضایی هستش که دول اومدن نشستن گفتن برای انسانیت لازمه رعایت بشه. حالا ما میدونیم که خیلی وقتا قدرت فساد با خودش میاره. فساد باعث میشه که به اشخاصی که در قدرت هستن بیشتر اجازه بده که افرادی که در قدرت نیستن رو به عنوان دشمن نگاه کنه. فساد با قدرت بعد از یک مدت به سیستم دیکتاتوری تبدیل میشه و اگر افرادی نباشن که جلوگیری بکنن از فساد در قدرت، کم کم همه انسان ها در اون سیستم اجتماعی میتونن قربانیش بشن. وظیفه ما در چنین روزی، مخصوصا روز جهانی حقوق بشر، اینه که حداقل آگاهی بدیم به مردم که این حق خودتون رو بشناسین. این 30 قانونی که به عنوان قانون حقوق بشر سالها روش فکر شد که چرا انسان ها حداقل لازم دارن، اینو بشناسیم. ما هر کی حقش رو لااقل بدونه میتونه حداقل سعی کنه از حقش دفاع کنه و یا از حق کسی که داره زیر پا گذاشته میشه. دولت ها در طبیعتشون این هستش که قدرت رو در جامعه دستشون دارن، قدرت هایی که ما افراد شهروند به تنهایی نداریم و این قدرت اگه با نژاد پرستی، با خارجی ستیزی، با زن ستیزی، با پیر ستیزی همراه بشه، یعنی با نفرت به وسیله سیستم دولتی، بسیار خطرناک میشه. چرا ما باید در هر جایی که هستیم سعی بکنیم که اگه اشتباهی از پلیس میبینیم، اگه از معلم دبیرستان میبینیم، اگه از قاضی میبینیم، اینو مکتوبش کنیم و دنبالش بریم. سکوت یکی از علتهایی که ظلم شدیدتر پخش میشه و امروز که 70 سالگرد این منشور حقوق بشر هستش، ما میتونیم اینو از تجربه انسانهایی که در برابر ظلم وایستاده بودن بگیم که سکوت نکنید و حتی اگه میبینید که شما در یک جای دولتی، یک نماینده دولتی داره حق یک انسان رو زیر پا میذاره، سکوت نکنین و اینو مکتوب کنین. در کشورهای لااقل غربی این امکان رو شما دارین که جلوگیری بکنین از شوی فساد. بفهمید. ممنونم از شما. آقای فرخ که اتفاقا آلمان درس خونده و آلمان زندگی کرده میگه من از همه پلیسا از همه دنیا بدم میاد. این به نظر شما یکم چیز بدی نیست که باعث بشه آدم در مقابل اینها، یعنی با تنفر بهشون؟ البته معروفه تو آمریکا میگن حتی آدمای خوب، شهروند خوب هم از پلیس دل خوبی خوشی ندارن، برای همین مثلا وایساده پشت یه خیابونی، بعد مردم برای شما چراغ میزنن که یعنی یواش برو، پلیس اینجا وایساده. در صورتی که من اگه شهروند خوبی باشم باید چراغ نزنم، اجازه بدم پلیس کارش انجام بده. اینی که مردم از پلیس بدشون میاد، البته تو آمریکا الان خیلی وضع بده، از موقع ترامپ آمده بیشتر این پلیسایی که نژادپرست بودن و اینها خودشون رو آزادتر میدونن
بدرفتاری میکنن، نه در مناطقی مثل کالیفرنیا و واشنگتن، جاهایی که خارجی کمتر است و اینها برخوردشون بدتره. ولی اینی که ما ادتود بگیریم از قبل، جبهه بگیریم، اینو شما چجوری میبینید؟ ببینید، حق داشتن با خودش وظیفه میاره، وظیفه داشتن با خودش مسئولیت میاره. مسئولیت اگه طبق قانون رعایت نشه، اون موقع میتونه فساد با خودش بیاره. پلیس ها هم آدمایی هستن که به هر حال به علت احتیاجات مالی و احتیاجاتی که از زندگی دارن رفتن این شغل رو انتخاب کردن، و خود اداره پلیس هم میدونه که هر کی که لباس پلیس تنش هستش، حتما این از 12 حواریون حضرت مسیح نیستش، حتی از یکی از حواریونش هم اونم کار خلاف کرده، چه یادت باشه خود حضرت مسیح لو داد. پس یعنی ما میتونیم اینا حدس بزنیم که در هر جایی که اونیفورم هست، که قدرت هست، که اسلحه هست، امکان زیر پا گذاشتن قانون شدیدتر هست. من خودم به عنوان وکیل دادگستری در همین امسال یک پرونده بر علیه پلیس داشتم که یک شخصی که روی زمین خوابیده بود، با لگد پلیس میاد تو سرش میزنه و ازش سوال میکنه، که باعث شدش که صورتش شدیدتر رو زمین بسابه و خونی بشه. و دنبال این ماجرا رو من نکردم، چون که این وظیفه بنده هستش که از حق هر شهروندی که میبینه که زیر فشار لگد پایمال پلیس هستش و اون پوتینش رو به کار برده که این صورت این کسی که رو زمین بوده رو فشار بده که ازش سوال بیرون بکشه، رو باید مرزش رو نشون دادش که در اینجا اگه قانون باشه، تو هم که اونیفورم تنته، تو هم که رئیس جمهور هستی، تو هم که در آگاهی کار میکنی، وظیفه داری که قانون رو رعایت کنی. سکوت بیشتر باعث میشه که این افراد که قدرت دستشونه کار اشتباه کنن. بفهم. بسیار ممنونم از شما. من سوالی ندارم، چون شما میگید اونجا میدونم هم میتینگ داشتید هم کار دارید. اگر خودتون موضوعی رو میدونید که لازمه، مخصوصا این ایام تعطیلات، رانندگی، مست بودن، جشن‌ها، اینها، پیشنهاد کنین مردم چجوری بیشتر مواظب خودشون باشن. و اون نکته‌ای رو که شما میگید مکتوب کنید، این روزا دیگه به جای مکتوب کردن اینا، این تلفن‌ها واقعا هم ضبط صدا، هم ضبط تصویر و اینا هست. ولی یه سوالی، آدم همون موقع فکر نمی‌کنه که ای بابا حالا اگه من درگیر شدم فردا این پلیس دشمن من میشه، اونو چجوری با اون ترس به اصطلاح غلبه کنیم؟ بیشترین امکانی که انسان‌ها زیر فشار خودشون و افراد نزدیکشون رو قرار میدن، ترسه. ترس از اینکه الان اگه من دهنمو باز کنم میتونه زیر فشار این افرادی که اونیفرم تنشونه و یه قدرت دارن قرار بگیرم. ولی من نمیتونم بگم که هر کی این کارو بکنه، چون شما باید تواناییش رو داشته باشین و حتی اگر در اون زمان که شما محکوم هستین قبول بکنین این ظلمو، سعی کنین به خاطر بسپرین. و افرادی هستن مثل وکلای دادگستری، مثل عفو بین‌المللی، امنستی اینترنشنال، که اینها به شما کمک میکنن که بعدا اون اتفاقاتی افتاده رو مکتوب بکنین به طور درست و شکایت رو ارائه بدین. من نمیگم که همیشه در همون لحظه این کار رو بکنیم. خیلی وقتا اون فشاری که به انسان وارد میشه، ما از پرونده زیادی میبینیم که اون انسانهایی که تربیت نشدن برای مقابله با ستم، برای مقابله با زور دولت، خیلی سریع میشکنن. و این حداقل کاری که میتونن بکنن اینه که بعد از این اتفاق سکوت نکنن. بعد از این اتفاق اینها رو بیان با افراد متخصص که معمولا هم مجانی هستن و نباید پولی هم پرداخت کنن، مکتوب کنن که دنبال این مسائل رفته بشه. عفو بین‌المللی یکی از ارگان‌هایی هستش که در آمریکا، در آلمان، در ژاپن، در همه جا فعالیت میکنه و بسیار بسیار سریع میتونن افرادی که حتی مشکل زبان دارن با اونها تماس بگیرن، زبانی که فکر میکنن که خودشون حرف میزنن، مطمئنن در اون منطقه هستن، عفو بین‌المللی براشون پیدا میکنه. مثلا خانوما که در اداره پلیس بهشون ظلم خیلی بیشتر میشه، خیلی وقتا ما داریم که به خانوم ها به شدت بدرفتاری میشه و این غیر قابل قبول هستش که در کشورهای پیشرفته بیان زنهایی که از جهان سوم هستن و باشون بسیار بدتر رفتار کنن، تا موقعی که هنوز معلوم نیست کسان اینا یا مجرم هستن و یا به عنوان کسی که دادگاه اینا رو محکوم کرده باشه. و این با
باید خود انسان اول فهمه، بدونه که شما حق سکوت دارین، شما حق داشتن مترجم دارین، شما حق داشتن وکیل دارین، و اگه در خیابون تصادفی انجام داد شما میتونید بگید که من بعداً میخوام در این رابطه سخن بگویم، و نه اون موقع حرف بزنید. چون بیشترین اشتباهاتی که اغلب انجام داده میشه اینه که شما از حق سکوت خودتون میگذرین و بعداً حرف میزنین، و با حرفایی که میزنین امکان این که بعداً بتونه از شما دفاع درست بشه خیلی سخت خواهد بودش. من بسیار از شما ممنونم که میان وقتتون رو میذارید. اگه اون برنامه‌ای رو که داشتید یا برنامه‌های آینده ویدیو یا آدیویی به اصطلاح تهیه کردید اگر برای ما ارسال کنید، هم پخش میکنم هم روی این سوشال میدیا قرار میدم. بازم ممنون که با ما بودید. خیلی ممنون آقای. قربان شما. دوباره تولد 70 سالگرد منشور حقوق بشر رو به شما و شنوندگانتون تبریک میگم. بسیار ممنون. مرسی. ما رو در جریان برنامه‌هاتون قرار بدید لطفا. بسیار ممنون. روز شب شما بخیر. شبتون بخیر. خب دوستان عزیز، با آقای دکتر شهرام ایران بومی بودیم از آلمان. میتونید با دفتر ایشون تماس بگیرید. همین فیسبوکی که نشون دادم همه اطلاعات روش هست، خیلی ساده، و خیلی ایشون ریسپانسیو هست، فوری براتون مینویسه با فارسی، آلمانی، انگلیسی، و وبسایتشون هم خیلی ساده است. فامیل خودشون رو iranbumi.com. اگر اشکالی داشتید در تماس گرفتن با من تماس بگیرید، ترتیب تماس شما داده خواهد شد. خب بریم سراغ آقا فرخ که میگه این پابلیک را somebody called. من نمیفهمم شما چرا برای من انگلیسی نمینویسی که اقلا من انگلیسی رو ترجمه کنم، و وقتی فینگلیش مینویسی، البته حالا شما انگلیسی نوشتی، این پابلیک را somebody called and said I applied to be a police but they didn't hire me and said your IQ is high. نه این جوک میسازن اینا. احتمالاً این میدونید که ترامپ هم دوباره هم گفت که من خیلی آدم باهوشی هستم ولی فلانچی قبول ندارم، فلانچی قبول ندارم. حالا امیدواریم این، من اتفاقاً روی توییتر براش مینویسم گاهی وقتی، میگم که ما توی ایران توی فرهنگمون یه چیزی داریم بهش میگن old saying، اینجا اکسپریشن هم میگن، یا که چیز کنیم به اصطلاح تا جوانیم ممکنه هر کل خوشبازی در بیاریم، بعد یکم که مسنتر میشیم، همون هست که در جوانی پاک بودن شیوه پیغمبریست، ورنه هر گبری به پیری میشود پرهیزگار. برایش نوشتم مردک تو الان دیگه پیر شدی اقلا چیز کن. حالا این کاهن وقتی آمد اینجا، این سیروس کهن احمق، راستی شما برای من یه چی فرستادی آقا فرخ؟ اسپوکن یا هم چیزی، اون همینه که ایمیل یا مشخصات یه نفر رو میدی جد و آباد و همه چیشو میکشه میاره بیرون. در صورت اینم از این ماجرا. و بله جوکای زیادی راجع به پلیسا تو ایران هم اگه یادتون باشه میگفتن بچه پرورشگاهی ها میرن پلیس میشن چون عقده داشتن، حالا میخوان زور بگن و اینها. اینجا همه جا هست راجع به همین ارتشی ها هم همینو میگن. از اون طرف هم شما نگاه میکنید میبینید شغل اونا واقعا شغل خطرناکیه. شما خودت رو بذار جای پلیسی. وقتی مثلا من دارم تکس میکنم، من تکس نمیفرستم، سعید کاووسی تکس میکنه، هم میره این ور هم میاد اون ور، این وقتی اینو نگه میداره نمیدونه که حالا این مسه یا داشته تکس میکرده. وقتی اون داره میاد دستش میذاره رو اسلحه، نمیدونه که الان من اگه بهش گفتم بذار کیفمو در بیارم بهم بهت کارت بیمه‌مو نشون بدم و گواهی نامه‌ام، میخوام اسلحه شوتش کنم یا نه. شغل بدیه. بعد اون ساعت‌ها، اون بیخوابی‌ها تو تاریکی‌ها، شما یه جایی دیدی مردم میترسن یه ماشینی وایساده این کنار، خودتونو بذاری جای این پلیسه، دو ساعت سه ساعت یه جایی بلاله کامپیوتر انقدی هم جلوش، حالا این روزا با تلفنش هم، ولی توی یه جای کوچیک توی یه جایی با این ماشین اینجوری بشینی. من خیلی ها که میگن این آقای فیلابی بهش مجاهدین پول میدن، میگم آقای صبر کن، اگه بهش پول میدن معلوم آدم خسیسی خرجش نمیکنه، چون من دیدم بودم باهاش که آقای فیلابی با این هیکلش میشینه تو این کامیون قرازه شب تا صبح، صبح تا شب، سرما و اینجوری. حالا ماشین شما میتونی صندلیش ببری عقب، ریکلاین کنی، یکم جلو عقب کنی، کامیون جا نداره.
صاف میشینه بنده خدا وقتی میخواست بخوابه اینجوری سرشو میذاش رو دستش رو فرمون میخوابه، چون کامیون فرمونش هم تو شکمه. در هر صورت خودتون رو گاهی جای دیگران بذارید. اگه این مثلا آقای سیروس کهن احمق آدم بود، انسان بود، درس سیاست خوندی، برای این نیست که چربش کنی مدرک تو بکنی فلان جات، برای اینه که ازش استفاده کنی تو زندگیت. استفاده اینه که به خودش بگی خب آقا من با سوربی تماس گرفتم، اینم خیلی قشنگ به من گفته بله، ایمیل بفرست استفاده میکنم. مثل این آقای فرخ الان پیام فرستاده، مثل پتیک فرستاده، مثل فرزاد فرستاده، مثل خوشنودی فرستاده. ولی آقا فرزاد که همشهری منه، اگه یه جایی به من به صورت دستور گفت این کار انجام بده، میگم آقا خیلی ممنون، نوکرتم هستم، بیا شما تلفن، بیا شما اسکایپ صحبت. من که حالا این ما کلمه نوکرتم هستم بعد اتفاقا میگیم، چون من از اون بر میخوام بگم من که نوکر بابات نیستم که، البته میدونم فرزاد منو میفهمه اینجوری میگم. در صورت دوستان عزیز، امروز ساعت 4:45 میبرمتون تگزاس با آقای پرویز مینویی. اونایی که شکایت میکنید که پرویز مینویی برنامهش تکراریه، برای که شما هم از هفته قبل تا این هفته نه با خودش تماس میگیرید، اگرم میگیرید من نمیدونم، نه براش فیسبوک پیغام میفرستید، نه به من میگید آقا اینو بهش بگو، بعد میان اونم یه چیزی داره میگه، اتفاقا هیچ عیبی نداره. مگه آخوندا 1400 سال داستان این دشت کربلا، 1300 سال، 1250 سال برای من و شما نگفتن؟ چرا یکیمون به اونا اعتراض نمیکنیم؟ ولی این آقا میاد هی داستان میگه که آقا دین اینجوریه، زبان قرآن برای ما نیست و بمانه. خب فرخ میگه of it's not good so don't apply. بازم نمیفهمه منظور if it's not good، if it's not good then don't apply. خب نمیدونه که خوشش اومده، تو فیلم دیده یه پلیسی رفته مثلا یه خونه داشته آتیش میگرفته، رفته کمک کرده، بچه رو آورده بیرون، یه پلیسی رفته یه سگی رو از تو سوراخ آب آورده بیرون، میخواد بره پلیس بشه. بعد حالا اگه رفتن اونا بهش بد رفتاری کردن، این که نمیدونه if it's not good don't go there. در هر صورت اینم از این. ببینیم که آقای آرمان داره برنامه ما رو میبینه یا همین جوری از جای دیگه صحبت میکنه. جناب رضا سرابی حب با شما، ولی مشکلی من نمیفهمم، مثلا شما داری جواب رضا زرابی رو میدی برای من توی پرایوت مسیج توی برنامه زنده من میفرستی؟ خیلی کارمون خرابه. یه جمله ساختم که از ایوری بگی از اوبری بگی، این سه تا کلمه کارمون خیلی خرابه، یا خیلی کارمون خرابه، یا خراب کارمون خیلی، هر جوری بگی کار میکنه. در صورت دوستان یکم رعایت کنید. ما اشکال بزرگمون اینه که همون چیزی که میگفتن آقا یه سوزن به خودت بزن، یه سوزن جوالدوزی، جوالدوزی این جل خر و اینا رو میگن یا پالون خر رو میگفتن جوال، نمیدونم. در هر صورت اینم از این ماجرا. برنامه من پروژه کوروش دو در تلاویو کلید میخورد. دادگاه ویژه اقتصادی در ایران به اصطلاح با قدرت تر به کارش داره میرسه، چون اینا میگن که ما الان در حال جنگ اقتصادی هستیم و اگه یکی سکه میخره، یکی دلار خرید و فروش میکنه، آقای دکتر هلاکویی به یکی میگه همه زندگیت بفروش برو دلار بخر، میگه اینا رو میگیرن، میگن آقا دلار برای چی خریدی؟ خریدی که فردا گرون بشه. به اینها میگن مجرمانی که باید در دادگاه ویژه اقتصادی چیز بشن. و اما بانوی روشندلی که در ایران اسمشون هست خانم ناهید وحدت، حتما اون لینک رو هم رو فیسبوک دنبال کنید. با آقای حسن ارشاد تبریک میگم. الان آقای حسن ارشاد بعد از این برنامه‌ای که گذاشته و خودش تو اینستاگرام و تلگرام و خود دوستان بهایی هم کمک کردن، یه شخص معروفی شده، چه در ایران چه در خارج. دوستان عزیز، مخصوصا برای شمایی که فکر میکنید همه بهتون بدهکارن چون باباتون دوست شاه بوده براش خانم میبرده، هیچ کس به شما بدهکار نیست. تلویزیون مردم پایه و اساسش سال 2003 بر این مبنا گذاشته شد
که من چون تلویزیونای دیگر رو دیدم که سانسور میکنن، زور میگن، آمدم اولین تلویزیون اینترنتی ایرانی رو به نام مردم تیوی راه انداختم. بعد از 3 سال دیدم هزینش برای من زیاده. اون موقع ما فقط ماهی 900 دلار باید پول استریمینگ میدادیم. این چیزی که الان شما میری تو توالت میشینی مجانی پخش میکنی فیس تایم و فیسبوک و یوتیوب، ماهی 900 دلار مینیممش بود. بعد هر کی زیادتر میمد نگاه میکرد، طرف روشن گذاشته و رفته بود سر کار رو بیاد یا رفته بود توالت رو بیاد، من باید پولشو میدادم. وقتی زیاد شد آمدیم یه تعریف خاص گذاشتیم، گفتیم این ماشین رو که اسمش مردم تیوی، سربی زمانی که پول داشته خریده، خودش هم راننده خوبیه، وقتش رو به میذاره، ولی شما خوش انصاف بی انصاف لامروت احمق سیروس چه اسمش کهن، باید پول بنزینش رو بدی. تو چقدر خودخواه نادان نفهم باید باشی که از من بخوای صبح ماشین رو گرم کنم، بیام در خونه تو رو سوار کنم، برسونم به هر کوفت و زهرماری که میخوای، بعد بنزین تموم کنم من تو خیابون وایسم سرما. از این ساده تر من نمیتونم تعریف کنم. جای دیگه بهتون مجانی برنامه میده، برید اونجا. سعی میکنم با آقای هوشنگ رادخوی برنامه داشته باشم، ایشون انسان شریفی هست ولی طرز فکرش به نظر من غلطه. چندی دنبال همون امیر سلیمانی رفته بود، چندی دنبال فولادوند رفته بود، چندی با دیگران دوست شده بود. آقا این راه ها به جای نمیرسه. آقای مانی حرف خوبی به این شمیرانی زد، آقا اگر هر کسی قرار بود بشینه فراخوان بده مردمم بیان تو خیابون، که خب همه میخوان رهبر بشن، اونی که میخواد رهبر بشه باید بیاد بیرون. آقای رادخو میگه من آقا سنم انجام دادم دیگه نمیترسم. خب بیا جلو آقا. دوستان عزیز ممنون و متشکرم از شما. این شبستر این شیراز I think is in آذربایجان. کاکو من نوکر همه ایرانی های آزادمنشم. خیلی ممنون. این کلمه خالص اینجا truly yours، ارادتمند. من به نظرم میاد این بهتر از نوکر و چاکرم باشه. در صورت من خیلی ممنونم از شما و شبستری من نمیدونم. اگه منظورتون فرزاد شبستری هست، فرزاد شبستری شیراز درس خونده و خوراک شیرازی انقدر خورده و انقدر دوست داره که همون روز من تا گفتم اشکنه، گفت کاکو دلم آب کردی. دوستان از شما ممنونم. فرزاد حتما یادم باشه اون ویدیوی پالوده یا فالوده رو برات بفرستم و یک حدود 45 دقیقه وقت بدین که من آرشیو رو درست کنم. به یکی از دوستان گفتم والا اون وقتا ما 6 ساعت 8 ساعت بعد از این برنامه اون برنامه بعد همش هم داشتیم آبجو می‌خوردیم و اینا، الان این آبو که می‌خوام ورداریم یادمون میفته که باید دستشویی بریم نمی‌خوریم. پس برنامه رو سعی می‌کنیم یک ساعت بذاریم وسطش، هم به شما بریک بدیم که شما بری دستشویی و بیای درد مثانه و اینا نگیری، مگر اینکه دایپرز بسته باشی، پوشک بسته باشی، هم خودمون مریض نشیم. سلامتی. خداحافظی هم که کردم دیگه، نه رفتم که رفتم.